با سلام و احترام و با درود فراوان خدمت همه شما دوستان عزیز و کاربران گرامی، من پیمان صدوق از وبسایت طراحی نوین با آموزشی دیگر از سری آموزش‌های پی‌اس لرنینگ در خدمتتون هستم. همونطور که در صفحه مانیتورتون هم ملاحظه می‌کنید، ما هم آدرس وبسایتمون، هم طبیعتاً لوگو وبسایتمون و هم قالب وبسایت رو تغییر دادیم و چیزی که مشخص در تصویر آدرس وبسایت طراحی‌نوین.com و تمامی فعالیت‌های اکسیژن.com از این به بعد روی این وبسایت خواهد بود، چه قسمت‌های رایگانش مثل همین آموزش و بخش دانلود و چه قسمت‌های سفارش و فروشگاه و حالا قسمت‌های دیگه. امروز قصد آموزش طراحی کارت ویزیت به صورت 0 تا 100 در نرم افزار فتوشاپ رو داریم. مثل همیشه که آموزش‌های 0 تا 100 رو درست می‌کنیم، آموزش‌های دیگه‌مون هم همین حالته. مفهوم 0 تا 100 رو ما تا جایی که بتونیم در آموزش لحاظ می‌کنیم، یعنی تقریباً تمام کارهایی که واسه اون آموزش باید انجام بشه و شما باید بلد باشید رو ما یاد می‌دیم. اما خب طبیعتاً 0 تا 100 کارت ویزیت این چیزی نیست که ما توی این آموزش که حالا هر چند ساعتی که طول بکشه می‌خوایم به شما یاد بدیم. اما کلیدی‌ترین نکاتش چه در زمینه طراحی و چه در زمینه چاپ رو خدمتتون می‌گیم. خیلی پرفایده است، ایشالله که بتونید استفاده های خوبی هم ازش بکنید. شاید یه تکنیک هایی رو بلد باشید از قبل گفته باشیم، ولی خب یه قسمت های خیلی مهم جدیدی رو هم داره، مثل قسمت مدیریت رنگ ها برای چاپ. عرض به خدمتتون که فقط دو تا نکته رو میخوام بگم و بعد ایشالله آموزش رو شروع کنیم، سرتونم درد نیارم. این آموزش هم مثل آموزش های دیگه همون رایگانه. برای اولین بار من میخوام این آموزش رو تقدیم کنم به پیشگاه مقدس حضرت ولیعصر جل الله تعالی فرجه و شریف، امام زمان، و دوست دارم هر کسی که دوست داشت این آموزش رو و حس کرد کمکش کرده، یک صلوات برای تعجیل در فرج آقا امام زمان و انشالله سلامتی ایشون بفرسته. و نکته دوم این که ما به تازگی یکی از دوستان خیلی عزیزمون رو متاسفانه از دست دادیم و حالا نمیشه گفت خیلی متاسفانه یا خوشبختانه، چون ایشون به مقام شهادت رسیدن، در حلب سوریه مدافعین حرم بودن، جناب آقای علی تمامزاده. و هر کسی که میگم باز این آموزش به دردش خورد و دوست داشت یه فاتحه هم قرائت کنه برای این دوست بسیار بسیار عزیز ما، بیشتر از این سرتون رو درد نیارم. بریم به قسمت اول آموزش بپردازیم و ایشالله آموزش خوبی رو با هم داشته باشیم. موفق باشید، قسمت بعدی همتون رو میبینم. خب با نام یاد خدا آموزشمون رو شروع میکنیم. برای اولین مرحله آموزش، حالا قبل اینکه اول آموزش رو بخوایم شروع کنیم، یه توضیحی درباره این توایی که اینجا باز شده من خدمتتون بگم تا اولین قسمت آموزشمون رو که باز کردن یک پروژه جدید، یک کارت ویزیت جدید، ابعادش، مد رنگش و این قسمت‌ها هست و حالا بهتون توضیح بدم. اول می‌خوام این پنجره‌ای که اینجا باز هست رو بهتون بگم که چه کارهایی رو قصد داریم انجام بدیم تا انشالله تا آخر پروژه. پنجره اول که دارید می‌بینید یک اتاق، اینا هش بذار من لایشم خاموش کردم، یه اتاقیه که میخوایم یه مقدار در طی آموزش روی رنگاش کار کنیم. این اتاق اگه دقت کنید تقریبا رنگ قالبش رنگ توسیه و رنگ توسی که احتمالاً داخل چاپ، یعنی وقتی از چاپ برمیگرده، توسیش دم به رنگ آبی خواهد زد و خب شما توی مونیتور دارید توسی میبینید و این احتمال خیلی زیاد توی هر چاپخونه که چاپ بشه به رنگ توسی مایل به آبی در میاد، که خب واسه بعضیا جالبه واسه بعضیا جالب نیست. میخوایم اینو یاد بدیم که چجوری میتونید این رنگ ها رو مدیریت کنید. شما وقتی یه دونه شیپ داخل فتوشاپ بکشید، به طور مثال یه دونه مستطیل داخل نرم افزار فتوشاپ بکشید، خیلی راحت میتونید رنگش رو مدیریت کنید. میتونید بگید که از چه نوع توسی استفاده کنه، از چه نوع قرمزی استفاده کنه. میبینید هر رنگی رو که شما بخواید راحت میگیره،
همینجوری حالا این ترکیب رنگ دادنی که من دارم میدم بیشتر توی پروژه‌های RGBه. شما وقتی میخواید چاپ کنید به هیچ عنوان نباید رنگ توسی یا هر رنگی رو به این حالت از پالتتون انتخاب کنید، باید خیلی اصولی رنگا رو بدید. اینو میخوام بگم که اینجا کاملا دست شماست که چجوری چه رنگی رو به یه دونه شیپتون بدید، ولی داخل عکس اینطور نیست. این یه عکس هیچ لایه‌ای هم نداره. شما به طور مثال میخواید این تابلویی که اینجا قسمت نارنجی داره این رنگ نارنجیشو تبدیل کنید به رنگ آبی، به رنگ سبز و سبز استاندارد. اینا رو میخواییم توی این پنجره و این پروژه بهتون بگیم. در پنجره بعدی شما یه کارت ویزیت رو میبینید که مال یکی از حالا مشتریان ماست، قبلا ماساش طراحی کردیم. این که خب یکی دوتا نکته جالب این داره که انشالله حالا این هم خدمتون میگم. پروژه بعدی یه کارت ویزیتیه که دو سه تا نکته خیلی جالبم این کارت ویزیت داره. یکی این خالخالیایی که اینجا خورده، نقطه نقطه ها، یکی این پترنیه که اینجا کار شده. مدیریت رنگ 100% نیاز داره و مدیریت رنگ هم روش شده. و این حاله هایی که میبینید خب حالا شاید قسمت های تقریبا سخت تره این کارت ویزیت باشه. این کارت ویزیت هم باز مال یکی از مشتریامون هست. جالب ترین قسمتش همین حالت محو بودن این تصویر پشتیه، وگرنه بقیه قسمتاش چیز خیلی سختی نداره، باز بهتون خواهم گفت و آموزش. و این کد QR که انشالله یادم نره و بگم، این هم روی همون کارت ویزیت. این حالت هایی که میبینین، سایه که اینجا خورده، این شکستگی هایی که اینجا به وجود اومده که انگار این از پشت عکسی چیزی اومده پایین، لوازم تحریر پویش اومده روی عکس رو پوشونده، دوباره یه دونه یه صفحه و دوباره رفته پشت عکس، یعنی پشت عکس روی عکس پشت عکس، یه همچین حسی رو داره به کار برمیده. این هم طراحیش خیلی راحته، این هم خدمتون میگم. و در نهایت کاری که اینجا میبینید یه کارت ویزیتیه که خب تقریبا همه اونها رو داخلش داره، حالا به جز مدیریت رنگ ها که زیاد توی این جا مد نظر نیست. این هم بالاخره طرحهای زمینه خاص خودشو داره. این چند مدل کارت ویزیت رو میخواییم با هم انشالله کار کنیم و توی همینا انشالله 0 تا 100 طراحی کارت ویزیت رو شما امیدوارم که یاد بگیرید و به درتون بخوره. خب بریم برای مرحله اول آموزشمون یه پروژه جدید میخواییم باز کنیم. میخواییم به بسم الله کارت ویزیتمون رو شروع کنیم. برای این کار باید یه پروژه جدید درست کنید. میتونید هم از قسمت فایل نیو و هم از شورتکات کنترل N استفاده کنید. پنجره نیو واسهتون باز میشه. توی فیلد اولش، باکس اولش میتونید اسم پروژهتون رو بذارید. میتونید حالا هر چیزی که میخواید بذارید. کارت ویزیت، بیزنس کارت، یا در آخر که خواستید روی کنترل S یعنی سیو بکنید، اون لحظه هم میتونید واسهش اسم در نظر بگیرید. چیز خیلی خاص و مشکل داری نیست. حالا ما اسم رو از الان واسهش انتخاب میکنیم، ویزیت داش آموزش. خب در مرحله بعدی یه سری دیفالت هایی رو خود فتوشاپ چیده، سایز هایی هستش که به درد سایز کارت ویزیت شما نمیخوره. یو اس پیپر هست، اینترنشنال پیپر هست که خب کاغذ های A4 و A5 و A6 و سری B و سری C توش گنجونده شده. سایز های متعارف با فوتو 10x15، 13x18، سایز هایی که خب عکاسی ها استفاده ازش میکنن و و و و و فیلم و ویدئو، موبایل دیزاین، وب مخصوص رزولوشن های، اینم مهمه، رزولوشن های مونیتوری هست که اینجا میبینید 1280 در 800 داره، 1440 در 900 داره. یه سری دیفالت ها رو گذاشته، مکبوک ها رو گذاشته، گرارتینه هاش چجور رزولوشنی دارن، آی مک ها چجوری، دسکتاپ چجوری، وب چجوری و و و، که اینها رو همه رو خودتون هم میتونید چی میگن، خودتون هم میتونید خیلی راحت ویرایش کنید، هر سایزی که دلتون میخواد رو بهش بدید. و ما همین کار الان میخواییم بکنیم. الان این رو عرض به خدمتتون اینترنشنال پیپر میذاریم که همه گزینه‌هاش همون چیزایی باشه که ما دقیقاً می‌خوایم. حالا ما الان با سایز A4 هیچ کاری نداریم. اولین کاری که می‌کنید اینه که از این قسمت روی سانتی‌متر یا روی میلی‌متر تنظیم می‌کنید وایدتون رو. یعنی طول و عرضمون واحده اندازه‌گیریش حتما یا سانتی‌متر باشه یا میلی‌متر باشه. می‌ذاریم روی سانتی‌متر، خود به خود پایینیش هم روی همون سانتی‌متر تنظیم میشه، چون طول و عرض یا همون ارتفاع و عرض به خدمتتون طولشه.
که خب نمیتونه دو تا واحد جداگونه داشته باشه، یکیش سانتی متر باشه، یکیش میلی متر باشه، یکیش اینچ باشه. خود به خود وقتی یکیش که شما درست میکنید، اون یکی هم همون حالت رو به خودش میگیره. حالا چه ابعادی رو واسه کارت ویزیت ما باید بدیم؟ کارت ویزیت ها غالبا شیت های عمومی در عموم چاپخونه ها دو تا سایز بیشتر نداره. اینی که بهتون میگم 100% نیست، ولی غالبا همین جوریه. این دو تا سایز کارت ویزیت، یکیشون کارت ویزیت های نرمال هست که این کارت ویزیت های کوچیکی که به صورت مستطیلی و مقواییه، که حالا من میگم مقوایی به اشاره حرفه‌ایش میشه کارت ویزیت های گلاسه، کارت ویزیت های سلفون مات، سلفون براق، کارت ویزیت های کتان، کارت ویزیت های سوسماری و و و از این قبیل کارت ویزیت ها، کارت ویزیت های یووی موزعی. اینا مقوایی هستن اصطلاحاً و به صورت مستطیل های کوچیک هستن که خب اغلب خیلی ها از این کارت ویزیت ها استفاده میکنن، بخاطر اینکه قیمتش هم یه مقدار قیمت چاپش مناسبه. رنج حالا الان قیمت بگم، دو سال دیگه این آموزش رو ببینید قیمت کلی فرق میکنه. سری دوم کارت ویزیت هایی هم که حالا خدمتون گفتم که خب قالبش این دو سری کارت ویزیت، سری دومشون کارت ویزیت های سایز لامینیت هست که حالا میتونه هم کارت ویزیت لامینیت باشه، هم لامینیت براق، هم لامینیت مات، هم لامینیت برجسته، هم کارت ویزیت هایی که اصلا لامینیت نیستن، مثل کارت ویزیت های پی وی سی. عرض به خدمتتون که اینها سایزشون یه مقدار بزرگتره، قیمت های چاپشون بالاتره و کلن در اغلب چاپخونه ها ما این دو سایز کارت ویزیت رو داریم. یه سری چاپخونه ها هستن کارت ویزیت های، البته در بیشتر چاپخونه ها هست، کارت ویزیت های سایز متفاوت هم میزنن، کارت ویزیت های مربعی هست و یه سری هم هستن کارت ویزیت های مینی لامینیت میزنن. این خیلی آنچنان باب نیست. خب ما قالب کار رو الان خدمتتون میخوایم بگیم، یعنی این دو دسته کارت ویزیت. اون کارت ویزیت های مربعی که خدمتتون گفتم لامینت ها، اصولا سایزشون 6 در 6ه، ولی خب باز با این وجود به هر چاپخونه‌ای که میخواید کارتون رو بدید یک تماس تلفنی باش میگیرید و سایز کارت ویزیتتون رو فیکس میکنید که حالا یک میل بالا پایین انشالله نشه. خب این کارت ویزیت رو ابعادش رو من الان اینجا بزنم بر حسب سانتی متر بود. کارت ویزیت های لامینیت سایزشون 9 سانتی متر در 6 سانتی متر هست و کارت ویزیت های مستطیلی که بهتون گفتم که گلاسه و حالا کارهای دیگه هست غالباً 8.5 در 4.8 سانتی متر هستن. پس این سایز در قالب چاپخونه همین سایز هست. حالا یه چاپخونه میبینه حالا شیتش یه مقدار یه میل دو میل بالا پایین تر میبنده، میگم حتما تماس میگیرید و فاینال میکنید کار رو. الان فعلا میخوایم روی کارت ویزیت 9 در 6 یعنی لامینتی کار کنیم. رزولوشن در تمام چاپخونه ها حداقل 95% چاپخونه ها، شاید هم بیشتر، حتی 99% 98% چاپخونه ها 300 دی پی آی بسته میشه برای کارت ویزیت. حالا بعضی از چاپخونه ها هستن ممکنه دی پی آی بالاتری هم ببندن، ولی خیلی تعدادشون کمه، خیلی خیلی کمه. 90 حداقل 9% چاپخونه ها با رزولوشن 300 دی پی آی کار میکنن. گزینه بعدی که اینجا داریم گزینه کالر مود هست. کالر مود در 100% چاپخونه بدون حتی 0.01% اختلاف همشون روی CMYK کالر بسته میشن. CMYK مخفف سایان مجنتا یلو و رنگ مشکی بلک هست. سایان رنگ آبیه، مجنتا رنگ در اصطلاح بهش میگن قرمز، ولی قرمز نیست، رنگ سرخ آبی رنگه، یه رنگ صورتی خاصیه. یلو هم که رنگ زرده، مشکی هم که بلک هم که مشخص رنگ مشکیه. کارمون رو هم اینجا روی 8 بیت تنظیم میکنیم، دیفالت فتوشاپ هست. بقیه گزینه ها زیاد مهم نیست، میگه که حالا بک گراند کارمون چه رنگی باشه، سفید باشه و فلان و اینا، کاری نداریم. کار رو اوکی میکنیم و پروژمون باز میشه. این اولین قسمت استارت کار ماست، هنوز یه مقدار ادامه داره. خطکش گذاریش هم من بهتون بگم و فکر کنم دیگه چیز خاصی نمونه، میریم برای قسمت بعدی. برای قسمت خطکش گذاری شما باید یه 4 تا دونه خطکش بالا پایین چپ و راست برای کار خودتون بذارید. این خطکش ها به هیچ عنوان در چاپ دیده نمیشون و در چاپ هم چاپ نمیشون، نمیافتن اصلا کلا توی کار چاپ و فقط به عنوان اصلا اسمشون گایدلاین، خطهای راهنمای
برای اینکه شما کار خودتون ترتمیز در بیاد، کارتون استاندارد در بیاد، صرفا میذارید. برای کارهای 8.5 در 4 و 8 2 میلیمتر خطکش گذاشتن کافیه. میشد 3 میلیمتر. 2 میلیمتر یعنی 2 میلیمتر خطکش رو از هر طرف میذارید. حالا بهتون میگم مثلا دلیلش چیه بود، به چه دلیل. فقط بدونید فعلا میلیمتراشو برای کارهای 8.5 در 4 و 8 دی، اون کارهای مستطیلی، 2 میلیمتر از هر طرف کافیه. 2 الی 3 میلیمتر. برای کارهایی که مثل لامینیت میشن، دایکات میخورن، اول یه برش میخوره بعد دایکات میخوره، اغلب دایکات ها روی سایز 8.5 در 5.5 بسته میشه. یعنی ما 9 در 6 بستیم، عرض خدمتتون که میشه 8.5 در 5.5. حالا ما محض احتیاط غالبا 5 میلیمتر از هر طرف فاصله میذاریم، هیچ اتفاق خاصی هم نمیفته، کارمون هم زشت نمیشه، بزرگ نمیشه، کوچیک نمیشه، فقط احتیاط کردیم و کارمون 100% تر و تمیز و خوب به دست مشتری میرسه. حالا من این گایدلاین هامو میذارم روی 5 میلیمتر، بالا، چپ، پایین و ببخشید سمت راستم رو هم میذاریم. ایناش، این هم از این. حالا این گایدلاین ها اصلا به چه دردی میخوره؟ میگم این گایدلاین هایی که ما میذاریم حاشیه خطر ماه. توی برش شما اگه بیاید متنتون رو به طور مثال نگاه کنید، تست کارت ویزیت، اگر بیاید متنتون رو خارج از این لاین های ما بذارید، اینا مثلا اینجا بذارید، مثلا یا با فاصله خیلی کمتر، وقتی که برش خورده میشه، خب برش که هیچ وقت 100% میل به میل دقیق نمیخوره، اونم حساب کنید یه شیت 80 تایی کارت ویزیت به طور مثال مثلا بسته میشه و فقط یه کار شما نیست، کار قرمز هست، آبی هست، سفید هست، مشکی هست، همه رنگا هست، اینا کنار همن، باید یه برش ترتمیز بخوره. اولین برش میخوره، مثلا میبینن که خب یه حاشیه قرمز کارت ویزیت هنوز توی این افتاده، یه برش دیگه میزنن. اگر شما خیلی بیاید این رو نزدیک به فضای اصلی کارتتون بگیرید، توی برش مثلا کلمه ت میره، میمونه سین ت کارت ویزیت، تست کارت ویزیت میشه ست کارت ویزیت. این تو کارهای کوچیک، تو کارهای بزرگ لامینیت هم همینطوریه. دو مرحله برش میخوره، یه دفعه برش میخوره، یه دفعه دایکات میخوره. اول یه برش میخوره، بعد دایکات میخوره که واسه دورگرد شدن. خب این توی اون، یعنی تو اون دو مرحله اگه شما بیاد نزدیک بگیرید، یهو میبینید اصلا سین کارت ویزیتتون هم رفت، سین تستتون هم رفت. یعنی مثلا نصف سین با یه ت میشه و به اضافه یه کارت ویزیت. خیلی بعدی در میاد. شما سعی کنید همیشه متنتون رو، عکستون رو، لوگوتون رو، هر چیزی که میخواید طراحی کنید رو سعی کنید داخل این حاشیه امنیت بذارید، خارج از اون نذارید، داخل این. حالا خواستید لب به لبم بذارید مشکلی نداره، چون هیچ وقت 5 میلیمتر فیکس از هر طرف نمیره، ولی میگم خارج از اون نذارید که امنیت داشته باشید. اگر یه بک‌گراند اومدید واسه کارت ویزیتتون کار کردید، اون بک‌گراند مشکلی نداره که بیفته توی این حاشیه. به طور مثال مثلا فکر کنید این یک بک‌گرانده، نهایت مثلا با یه رنگ سرخابی، ببینید فکر کنید یک بک‌گرانده مثلا گل و بلبل و حالا هر چیزی داره، هر چیزی که میخواید واسه کارت ویزیتتون کار کنید، این مشکلی نداره بیفته تو اون حاشیه. بالاخره مثلا یه درختی اینجا به طور مثال هست، حالا این درخت یه مقدارش هم برش بخوره، هیچ اتفاقی نمیفته. هیچ وقت حاشیه کارت ویزیتتون رو سفید نذارید. حرفم اینه، یعنی کارت ویزیتتون رو به هوای اینکه مثلا پیمان صدوق گفتش که باید حاشیه احتیاط رو رعایت کنیم، همه کارا باید داخل بیفته، هیچ وقت کارت ویزیتتون رو به این شکلی که من الان اینجا بستم نبندید. فقط و فقط متن، لوگو و عناصر طراحی که حالا دارید میذارید، اونا رو فقط میایید داخل میبندید. اگه بک‌گراندی بود، اگه به طور مثال اومدید یه مثلا یه منحنی کار کردید به این شکل، ایناش. خب این منحنی، این منحنی الان چه مشکلی داره؟ مثلا توی حاشیه کارت ویزیتم بیفته، مشکلی نداره، کارت ویزیت از اینجا برش بخوره، این منحنی از اینجا شروع میشه، از اینجا هم برش بخوره، یه ذره اونورتر شروع میشه. این قبیل کارها هیچ مشکلی نداره، توی گایدلاین ها بذارید. متن و عناصر اصلی رو داخل گایدلاین ها نذارید. قسمت اصلی و قسمت اول کارت ویزیت، اون بطن مادری و نیوی که میخواستیم و درست کردیم،
فکر میکنم هیچ چیزی هم از قلم ننداختم انشالله، اگرم افتاده بود توی قسمت های بعدی آموزش میگم بهتون. میریم قسمت بعدی آموزش رو داشته باشیم، یه استراحت خیلی کوتاه و برمیگردیم. مرسی. خب با بخش دوم آموزش 0 تا 100 طراحی کارت ویزیت، یعنی طراحی و چاپ کارت ویزیت در نرم افزار فتوشاپ در خدمتتون هستم. برای قسمت دوم میخوام از اینجا شروع کنم. عرض به خدمتتون که این کارت ویزیتی که میبینید خیلی ساده طراحی شده، ولی خب ظاهره شیک و فانتزی و اسپورتی داره. خب چیز خیلی خاصی توش وجود نداره. یه زمینه رنگی اصلی داره، یک مستطیل مورب این ور داره، یک مستطیل مورب نازک این ور داره، و مهمترین چیزی که حالا هست این جنرال اسپورتیه که شما دارید میبینید. بذارید من یه مقدار زوم کنم اینو هاش نکنید. جنرال اسپورت اگه ببینید یه طیف رنگی داره که با یه خط تقریبا نازکی از هم جدا شدن. این قسمت، این قسمت شادویی که اینجا میبینید، سایه‌ای که اینجا میبینید، یه قسمت واسه خیلی این چیزا ساده است، ولی واسه اونی که داره، اون دوست عزیزی که داره از ابتدا فتوشاپ رو شروع میکنه، همه اینها تکنیک هاییه که به دردش میخوره. این شادویی که اینجاست، این شادویی که اینجاست، اینجاست، این دوتا شادو یه دونه اینوریه و اینوریه کاملا با هم فرق دارن. یعنی سمت چپ دوتا شادو با سمت راست شادویی که گذاشیم کاملا با هم فرق دارن، و دوتا دونه هاله‌ای که اینجا دارید میبینید. اینا رو تو آموزش‌های قبلی هم گفتم، ولی باز هم تو این آموزش، این آموزش 0 تا 100 کارت ویزیته، فرق داره با اونا، اینجا هم میگم. خب این پروژه اصلی ماست و بذارید اول درباره جنرال اسپورت من صحبت بکنم، میبرمش توی پروژه آموزشی خودمون. خب الان 3 تا لایه اینجا بیشتر نداریم، بذارید یه دونه لایه رنگی هم من این زیر ایجاد کنم که شما اصلا ببینید لایه رنگی رو ما چجوری ایجاد میکنیم در فتوشاپ. چند حالت داره، من همیشه استانداردترین و بهترین حالت رو بهتون میگم که هم قابل ویرایش باشه هم راحت باشه توی فتوشاپ، وگرنه واسه هر کاری چندین روش وجود داره. از قسمت آیکون های پایین پنل لایر، یعنی پنل لایه، این پنل رو، ایناش، اینی که اینجا الان من موسمو گرفتم، این پنل رو بهش میگم پنل لایر یا لایه ها. این پایین چند تا آیکون داره، آیکون دقیقاً وسطی، سه تا اونور سه تا اینور، دقیقاً آیکون قسمت فیل و ادجاستمنت ها هست. از این قسمت میام سالید کالر رو انتخاب میکنم. سالید کالر یعنی یک رنگ خب خالص. الان من اون رنگ مشکی اونجا رو میخوام بدم، حالا کد رنگی که اونجا دادم رو نمیدونم، ولی یه رنگ استاندارد مشکی الان من اینجا میدم. خب بحث رنگ افتاد، بذارید از همین الان من بحث رنگ رو خدمتون بگم. اولین و مهمترین نکته‌ای که توی کارت ویزیتا داریم، سه تا چهار تا دونه قسمت اینجا داریم. اول اگه یادتون باشه تو بخش قبلی گفتیم کارت ویزیتمون رو از مود رنگی، کالر مودش رو میذاریم روی CMYK. اینجا هم داریم CMYK، سایان آبی 100 تا 100 درصد، اینجا بر حسب درصد 100 درصد به سایان میدن. این رنگ سایان ماه، تو هر مانیتوری یه مقدار بالا پایین داره، کم رنگ پر رنگ داره، ولی این رنگ سایان خالصه. صفر میکنم. مجنتا یادتون باشه بهتون گفتم اصطلاحا بهش میگن قرمز، ولی قرمز نیست، این 100 درصد مجنتا است، رنگ سرخابی، رنگ صورتی خیلی خوشگل. رنگ بعدی یلو، 100 درصد یلو بهش میدم. این درصد میتونه تغییر بکنه، 50 درصد بذارید 50 درصد رنگ زرد رو توی پروژه هم میذاره. این 100 درصد یلو و رنگ بعدی این 100 درصد بلک. خب میتونیم این 100 درصد بلک رو برای زمینمون بدیم، یک رنگ مشکی تقریبا بور در میاد، چون هیچ رنگ دیگه ای داخلش نیست، فقط رنگ مشکی صرفا پاشیده میشه توی کار، یه رنگ مشکی بوری در میاد. اگه میخواید رنگ مشکیتون بور نباشه، یک مقدار مشکی نه سیاه سیاه، یه مقدار یه خاکستری پررنگی باشه، یه مشکی نکمه دادی باشه که حداقل 4 رنگ توش باشه، میایم از اینجا 30 درصد آبی بهش میدیم، 30 درصد مجنتا بهش میدیم، 30 درصد هم یلو، میتونه 25 درصد باشه، میتونه 30 درصد باشه. و چون اینجا اومدیم از هر رنگی 30 درصد اضافه کردیم، میتونیم یه
درصدی هم از مشکیمون کم تر کنیم که خیلی مشکی پررنگی نداشته باشیم، مشکی خاکستری باشه ولی بور نباشه. ببین مشکی خاکستری با بور فرق داره، مشکی که بور باشه مشکی رنگ پریده است، ولی خاکستری که چهار رنگ داره رنگ خاکستریه. ما همون خاکستری رو می‌خوایم. یعنی اون مشکی 100% هم اگه بدید به جز این سه تا، اونم یه حالت خاکستری پیدا میکنه، خاکستری پررنگ‌تر، ولی رنگ پریده است، یه مقدار بوره. ما از هر رنگی 30% دادیم، 20% هم از رنگ مشکیمون کم میکنیم، خب میشه 80%. حالا میتونیم حتی میتونیم به چیزامون هم، به رنگای دیگه مون هم میتونیم یه مقدار اضافه کنیم، میتونیم 50% آبی، 50% و 50%. این یک مشکی حالت خاکستری خیلی خوشگلی به ما میده، میگه میتونید مشکیتون رو حتی 70 هم بگیرید، 80 هم بگیرید. اینا دیگه بسته به چاپخونه است و بسته به تجربه شماست. من این قضايا رو بهتون یاد میدم، ولی هیچ وقت این قضايا 100% تجربه شما نمیشه. تا حد خیلی زیادی از ضرر کردن شما کاهش پیدا میکنه، از ضرر کردن شما میکاهه که به قولی متضرر نشید تو کار چاپ، ولی باز باید تجربه کسب کنید. باز مانیتور شما، چیزی که رنگی که تو مانیتور دارید میبینید با چیزی که توی چاپ انجام میشه، همیشه زمین تا آسمون فرق داره. همیشه یه دونه، دو تا، سه تا، چهار تا، پنج تا، ده تا کارت رو باید ارائه بدید به چاپخونه تا 100% کالیبریشن مانیتورتون دستتون بیاد. که اگه الان داری 100 مثلا رنگ 80 به رنگ 80 بلک میدی با 50 تا سایان مجنتا یلو، اگه اینو داری میدی توی چاپ چی در میاد؟ اگه یه آبی دادی که 100 تا سایان داشت مثلا مجنتاش 25% بود، حالا اینا رو هی جلوتر میگم، این وقتی تو مانیتور داری میبینی تو چاپ چجوری در میاد؟ این رو هر چقدر من پیمان صدوق و هر کس دیگه بیاد به شما بگه باید ببینید تا تجربه کنید، ولی اعدادو همیشه اصولی بدید. این رنگ مشکی پس زمینمون. حالا بریم ببینیم مثلا تو خود کارت ویزیت من چقدر داده بودم. 50 45 85 85، دقیقا همون حالته، فقط من یه مقدار آبی رو بیشتر گرفتم، مجنتا و یلومو پایین تر گرفتم، 85 اینجا هم مشکی مو یه ذره بالاتر گرفتم. خب مشکلی نداره. پس زمینه رو هم گذاشتیم. حالا بریم سر جنرال اسپورت توضیحی که میخوام بدم. جنرال اسپورت یک فونت، نه جنرالش جدا نوشته شده، اسپورتش هم جدا نوشته شده. این یه ذره بالاتره، یه ذره پایین‌تره. بذارید من بنویسم و ببینید که چه جوری چرخیده شده. حالا جنرال، خب اسم فونتش هم اگه خیلی دوست دارید بدونید، MJ Colors Bold هست. اینهاش اینجاست. اگه خواستید سری فونت های MJ رو هم میتونید از وبسایت خودمون دانلود کنید، هم میتونید از سایت های دیگه. میزنید فونت فارسی، دانلود فونت فارسی سری MJ، بعد MJ Colors Bold رو انتخاب میکنید و این فونت به دست میاد واسه. خب حالا ما جنرال رو نوشتیم، اسپورت هم مثل همین نوشته میشه، اسپورت هم به طور مثال اینجا نوشته میشه. خب حالا ما میخوایم این رو بچرخونیم. حالا ما که همه کارو کردیم، بذار اسپورت هم بنویسیم دیگه. خب جنرال اسپورت رو نوشتیم، حالا میخوایم این رو بچرخونیم. چجوری میشه اینو چرخوند؟ کافیه که هر دوتا لایه رو، بذار من رنگ لایه ها رو یه مقدار عوض کنم که شما راحت ببینید رو کدوم داریم. الان داریم رو لایه قرمز کار میکنیم. جنرال و اسپورت رو هر جفتش رو، ببخشید من دوتا لایه رو اشتباه رنگش عوض کردم. ما این اسپورت رو، این اسپورت رو با این اسپورت کار داریم، این دوتا رو داریم رد. الان من با این دوتا میخوام کار کنم. چجوری میشه دوتا لایه رو همزمان با هم گرفت؟ کنترل پایین نگه میدارید و از پنل لایرز اولین لایه رو که انتخاب کردید، دومین لایه رو به وسیله کنترل انتخاب میکنید. یعنی کنترل که پایین باشه دوتا لایه رو با هم میگیره. خب این از پنل لایرز. یه حالت دیگه هم داره، کلا لایه بک‌گراند رو میگیریم. میخواید از داخل پروژه، یعنی از داخل این قسمت ایندکستون، استیج قاطی کردم همون ایندکس و استیجتون، میخواید از این قسمت بیاید لایه ها رو بگیرید، کافیه کنترل رو پایین نگه دارید، بر روی لایه مورد نظرتون یک کلیک بکنید. خب همینطور که اینور میبینید جنرال سلکت شد. حالا اگه بخوام اسپورت رو بزنم، اسپورت سلکت شد. حالا اگه بخوام جفتش رو با هم بگیرم، علاوه بر کنترل باید یه شیفتم پایین نگه دارم، نگه میدارم و میگیرم. دوتا لایه رو با هم گرفتیم. این خیلی به درد میخوره، چون بعضی وقتا هست شما لایه هاتون انقدر زیاده نمیتونید از پنل لایه لایرتون رو پیدا کنید. اینم از این راحت این دوتا رو گرفتم به وسیله یه قسمت فوق‌العاده مهم و کاربردی کنترل تی ترانسفورم، که از منوی ادیت عرض به خدمتتون فری ترانسفورم ایناش، کنترل تی از این قسمت قابل دسترسیه. شورتکاتش رو یاد بگیرید، کنترل تی خیلی معروفه و خیلی هم به کارتون میاد. وقتی که میزنید این هندل ها و این گزینه ها، این کورنر ها میاد
توی پروژهتون 4 تا گوشه داره و 4 قسمت هم برای بالا پایین چپ و راست هست. شما میتونید خیلی راحت اینا رو بزرگ، کوچیک و یا از دو طرف به صورت فری هند و یا از دو طرف با گرفتن شیفت به صورت کاملا استاندارد تحت مقیاس بزرگشون میکنن. خب حالا به همین راحتی میتونید با گرفتن شیفت وقتی که موستون رو میارید اینور، این حالت فلش دو طرف فلش میاد، یعنی نشون میده که این آماده چرخشه. بدون شیفت راحت فری هند میچرخه، یعنی دستتون بازه تو چرخوندنش، اما با شیفت فقط طبق زاویه های خاص میچرخه. فکر کنم 30 درجه همینجوری 20 درجه میچرخه میره، 10 درجه 20 درجه مهم نیست که میان جنرال اسپورتمون رو 90 درجه میچرخونیم و خیلی راحت شیفت رو ول میکنیم. اینتر الان یه ذره بزرگ شد، حالا میخوایم کوچیکش کنیم. شیفت رو پایین نگه میدارم، اگه آلت هم به پایین نگه دارم همزمان از دو طرف کوچیک میکنه. این شورتکات ها رو همون لحظه که من میگم بنویسیدش یه جا که بعداً تو آموزش پیدا کردنش سخت میشه، یادتون میره کدوم قسمت من این شورتکات ها رو گفتم. پس آلت و شیفت رو که با هم بگیریم این دوتا همزمان با هم کوچیک میشه. اینم از این. حالا میخوام یه حالت رنگ مثل جنرال اسپورت خودم به این بدم، کافیه به یه دونش بدم واسه دومیش خیلی راحت دیگه کارم جلو میفته. آها چیکار کردم؟ ببینید الان ما با این دوتا جنرال اسپورت کار داریم. میتونید هم روی لایه کلیک راست کنید و اولین گزینه بلندینگ آپشن اینهاش، این گزینه رو انتخاب کنید و هم میتونید اینهاش انتخاب کردم و هم میتونید روی فضای خالی لایه اونجایی که اسم نوشته نه، بعضی از لایه‌ها هستن اسمشون خیلی بلنده تا اینجاها اسمش میاد، یه قسمت خالی چون رو اسمش اگه دوباره کلیک کنید اسم رو رینیم میکنه، یه فضای خالی گیر میارید که من الان اینجا کاملا فضای خالی دارم، دوباره روش کلیک میکنید، پنجره یه لیر استایل یا بلندینگ آپشن شما باز میشه. حالا که باز شد یه سری تنظیمات اینجا داره، من نمیخوام الان همه رو توضیح بدم، شما خودتونم قشنگ یه مقدار این تیک این گزینه ها رو بزنید همش دستتون میاد، خیلی چیز سختی نیست. فقط سری بهش بگم بیول برجستش میکنه، استروک دورش یه خط میاره، اینر شادو سایه داخلی میده، اینر گلو درخشش داخلی میده، ساتین یه حالت یه سایه ببینید نمیتونم بگم یه همچین حالتی رو ایجاد میکنه. ساتین رو ترجیح میدم بهتون اجرا کنم، ناگهان یه همچین سایه ایجاد میکنه که شما میتونید درصد محوی و ایناش هم کارو جذاب میکنه، رو خیلی از کارا کارو حالت کریستالی میکنه، رنگاش هم عوض میشه. این ساتین کالر اوورلی اصلا رنگ کلمتون رو عوض میکنه. ما با گرادینت کار داریم، ما با این قسمت کار داریم. حالا بذارم دو سه تیکه بعدم بهتون بگم. پترنم یه سری پترن های آماده رو میاره میذاره داخلش، آدر گلو درخشش خارجی ایجاد میکنه و دراپ شادو هم سایه خارجی. ما با دراپ شادو و گرادینت الان کار داریم. اول تیکه گرادینت رو میزنم. وقتی تیکه گرادینت رو میزنید حتما یادتون باشه که ناگهان ممکنه شما تیک اینرگلو رو بزنید ولی خود پنل اینرگلو رو فعال نکنید. حواستون باشه وقتی که دارید ایناش این استایل، وقتی که دارید تیک گرادینت رو میزنید حتما رو خود گرادینت هم کلیک بکنید. خب لازم میدونم بگم که فتوشاپ من ورژن CC 2015، فتوشاپ های پایین تر یه مقدار این پنلشون فرق میکنه و جا به جان یه مقدار اینا، حواستون باشه که این کارایی ها همونه، فقط یه مقدار جاگزینی هاشون با هم عوض شده، یه امکانات خیلی ریزی هم بهش اضافه شده. گرادینت رو زدم، پنلش هم فعال کردم. الان اگه دقت کنید از رنگ مشکی داریم میریم به رنگ سفید، ما میخوایم از رنگ نارنجی بریم به رنگ زرد و این از پایین به بالا میره، ما از میخوایم از سمت چپ به راست بریم. خب اول چپ به راستش رو درست میکنم. ناگهان اینجا یه دونه انجل داریم که این باعث میشه کلن شما بتونید این رو راحت بچرخونید، این رو ناهانید. این هم طبیعتا با گرفتن شیفت میتونه خیلی راحت انجام بده کارتون رو. الان این رو میذاریم روی 0 درجه، میبینید که از رنگ مشکی داریم میریم به رنگ سفید، همون چیزی که میخواییمه، نارنجی به زرد همونه. یه قسمتی داره به اسم اسکیلینگ پایین، ناهانید وقتی این اسکیل رو کم میکنید این حالت خطی که من اینجا ایجاد کردم به وجود میاد. علاوه بر این اسکیل کار دیگه ای هم میشه کرد ولی ما تو این پروژه اومدیم از همین اسکیل استفاده کردیم. خب حالا چجوری میشه
مثل مال من این جنراله رو نگاه کنید، خط مرزش از پایین J شروع میشه، یعنی از اینجا داره شروع میشه، ولی اینجا خط مرزم یه ذره بالاتره. چجوری میشه خط مرز رو بالا پایین کنم؟ کافی وقتی که همین پنجره فعال هست موستون رو اینجا درک کنید به چپ و راست، یا اگه مثلا گرادینتتون بالا پایینی بود به بالا و پایین، فقط درک کنید. همین، اینم از این شد، عینه این نشد. خب حالا فقط مونده اختلاف رنگمون، اختلاف رنگمون هم درست کنم حل میشه. برای ایجاد اختلاف رنگ روی همین گرادینتی که اینجا دارید میبینید، این حاله رنگی، کلیک میکنیم. خب حالا اینم بهتون بگم، این آموزش اسمش طراحی 0 تا 100 کارت ویزیته. خیلی چیزا رو یاد میگیرید که شما هزار جا میتونید ازش استفاده کنید، توی طراحی وب هم میتونید ازش استفاده کنید. خب این صرفا سعی میکنم همه چیز رو بگم، انشالله که بتونم موفق باشم. خب حالا روی این کلیک کردیم و پنل گرادینت ادیتورمون باز شد، ویرایش گرادینت همون. میتونید از هر رنگ آماده اینجا استفاده کنید. میبینید؟ و میتونید خودتون هم بهش رنگ بدید. اگه میخواید خودتون بهش رنگ بدید، دو تا دونه گزینه این پایین گذاشته واسهتون که وقتی روش کلیک میکنید پالت رنگیتون باز میشه. از اینجا اینو بهتون بگم، یه نکته ای که خب همه جا به درد میخوره، شما اگه یک رنگی رو از اینترنت پیدا کردید یا از پروژه قبلیتون میخواید همون رنگ رو، دقیقا همون رنگ رو به پروژه فعلیتون بدید، ابزار قطره چکون وقتی که این پالت رنگی بازه، ابزار قطره چکون اینور فعاله، کافیه فقط روی اون رنگ دلخواهتون کلیک کنید، همون رنگ رو میاد به خودش میگیره. حالا ما اومدیم و نخواستیم از پالت از قطره چکونمون استفاده کنیم، میایم درباره رنگا اینجا صحبت میکنیم. ببینید رنگ نارنجی تشکیل شده از رنگ قرمز، از رنگ مجنتا و یلو، توی کار CMYK دارم میگم، از یلو تشکیل شده و از رنگ مجنتا یا همون قرمزی که توی مداد رنگی همون داریم. میبینید قرمز و زرد با هم وقتی قاطی میشن، مداد رنگی، گواش یا هر چیزی، رنگ نارنجی ایجاد میکنن. حالا ما اینجا رنگ قرمز نداریم، رنگ چیزمون مجنتا. وقتی شما میایید 100% یلو میدید، کارتون میشه زرد. اینجا ببینید کار زرده. حالا اگه من بیام 20% رنگ مجنتا بهش اضافه کنم، یه مقدار زرد تخم مرغی تر میشه، کنمش 30%، باز هم یه مقدار زرد کاترپیلاری، زرد تخم مرغی یا اصطلاحا زرد قناری اون رنگو میگیره. وقتی که میایم رو فاز 50% و عرض به خدمتتون 60%، دیگه میره تو فاز نارنجی، دیگه از زرد و اینا در میاد، توی کار رنگ نارنجی رو به خودش میگیره. رنگ نارنجی میتونه تا 70% هم بالا بره، دیگه از اون بالاتر دیگه میره دم نزدیک به قرمز میشه. الان من بذارید 100% قرمز بدم، ببینید این رنگ قرمزه، یعنی قرمز چاپی ما تشکیل شده از 100% مجنتا و 100% یلو. الان من میخوام این پایین نارنجی داشته باشم، همین قطره شکونه، اومدم از رنگ 100 و 60 استفاده کردم، رنگ نارنجیمه. حالا برای قسمت بالا هم اومدم از رنگ زرد تخم مرغی استفاده کردم، میام این رنگ رو کلیک میکنم روش و با قطره شکونم این رنگ رو برمیدارم. میبینید همون رنگ دقیقا در اومد. میریم داخل پالتش، میبینیم که از 135 استفاده کردم، همون حالت تخم مرغی. این رنگ جنرال اسپورت وقتی چاپ میشه یه رنگ خیلی خوشگلی میگیره، نارنجی و بین نارنجی و زرد تخم مرغ، خیلی رنگ جذاب و قشنگی میگیره، مخصوصا توی صفحه مشکی یا خاکستری. پس این رو هم یاد گرفتیم. حالا آیا من همه این شادوشو نگفتم، دوبار کلیک میکنم، دراپ شادو رو انتخاب میکنم و باز هم حواسم باشه که پنلش هم انتخاب بشه. خب من همه اینا رو صفر میکنم تا بهتون کامل توضیح بدم. اولین قسمت اون حالا مالتی پلی و اینا بماند، توی شادو اینو اصولا اینو تغییر نمیدیم، رنگش هم تغییر نمیدیم، توی قسمت شادو این دوتا تقریبا ثابته. اولین قسمت اوپاسیتیه، اوپاسیتی الان خوشو نشون نمیده، بذارید برای اول کار یه مقدار سایه‌مو بیارم پایین. ببینید دیستنس باعث میشه ارتفاع سایتون یا ارتفاع یا چپ و راست، کلا مکان سایتون جابجا میشه. اگه از بالا به پایین باشه بسته به همین درجهتونه، نگاه کنید 90، اگه من این رو بذارم 180 از چپ به راسته، پس این باعث میشه فقط از چپ به راست تغییر کنه. وقتی بذارمش روی 0 از راست به چپ میره، میبینید
و وقتی هم میذارم روی 90 از طبیعتاً بالا به پایین میره، 270 هم از پایین به بالا میره. خب این پس دیستنستون شد جابجایی سایه‌تون. خب تقریبا میذارم اینجا که این مقدار تو چشم بیاد، یعنی میذارم روی 3 پیکسل. حالا میتونید توی این اوپاسیتی رو توضیح بدم. ببینید اوپاسیتی باعث میشه سایه شما کم رنگ، بذار بیارمش پایین‌تر، ایناش. این سایه شما باعث میشه خیلی کم رنگ‌تر و پررنگ‌تر بشه. بسته به نیاز خودتون میتونید این رو تنظیم کنید. چون داریم زمینه رو مشکی کار میکنیم، بهتره که این 100% باشه و مشکی مشکی باشه، که توی اون زمینه مشکی خاکستری مانند نکمه دادی که داشتیم کار میکردیم این سایه دیده بشه. باز بسته به چاپتون داره. بر همین میگم رنگ مشکی زمینه رو خیلی بالا نگیرید، آنچنان خیلی هم پایین نگیرید، که اگه قرار شد شادوی کار کنیم، سایه کار کنیم، این سایه قشنگ دیده بشه توی چاپ. خیلی وقتا خیلی راحت در میاد این شادو، با اینکه زمینمون خاکستریه خیلی قشنگ شادو نشون داده میشه، ولی بعضی وقتا نه، یا طراح مشکل داره یا چاپخونه مشکل داره، اینا مشکی‌ها اونقدی بالا گرفته میشه، یعنی شما مشکی پایین گرفتی اونا انقدر مشکی بالا میگیرن سایه توش گم میشه. قسمت سایز باعث میشه که محوی سایتون کم و زیاد بشه. از اینجا میتونید محوی سایتون رو در نظر بگیرید. من اینجا 0 میذارمش چون میخوام یه سایه خیلی تیز داشته باشم. قسمت بعدی هم که میخوام بهتون توضیح بدم، این باعث میشه سایتون یه غلظت خیلی زیادی داشته باشه. مثلا دارم میگم این الان اینجا توی سایز 0 در 0 پیکسل نشون نمیده خودشو. سایز 0 پیکسلمو میبرم مثلا روی 18 یا مثلا اینجا میبرم روی 35 میذارم. حالا این گزینه رو یه مقدار میام بیشترش. اونها اینجا قشنگ داره نشون میده که غلظت سایه من خیلی داره زیاد میشه. خب الان ما به هیچ کدوم از اینا توی این پروژه نیاز نداریم. اولین گزینمون دیستنس رو میذاریم روی 3 و کار شد عین جنرال اسپورت اونور. خب حالا آیا همه این مصیبت ها رو من باید واسه اسپورت هم بکشم؟ یعنی برم توی پنلش فلان کنم، نمیدونم شادو بدم، گرادینتمو کم کنم، قطر شکون بگیرم؟ نه نه، هیچ کدوم از اینا نیازی نیست. شما یه اف ایکس روی لایه جنرال قرمزتون افتاده، این قرمزو میگم، که این اف ایکس میتونه خیلی راحت منتقل بشه به لایه اسپورتتون و لایه اسپورتتون هم همون اف ایکس و همون اف ایکس و همون استایل رو اصطلاحاً به خودش بگیره. فقط کافیه از دو روش میتونید استفاده کنید، یه روش طولانی تر یا روش ساده تر. طولانی رو میگم روش کلیک راست میکنید، روی خود لایه‌تون هر جایی که دلتون خواست کلیک راست میکنید، کپی لایر استایل رو میزنید. حالا لایر استایل ما کپی شد، روی اسپورت کلیک راست میکنید و پیست لایر استایل رو میزنید. خب به همین راحتی جنرال و اسپورت هر جفتشون شبیه هم شدن. حالا یه موقع هست میخواید شما از راه سریع استفاده کنید، با کنترل زد برمیگردم، فقط کافی آلت رو پایین نگه دارید. آلت که پایین بنویسیدش همین الان، آلت رو که پایین نگه داشتین این اف ایکس رو با درگ موس بگیرید و بندازید لایه بالا. اگه آلت رو پایین نگه ندارید اف ایکس از این گرفته میشه و به این منتقل میشه، یعنی جنرالتون بی استایل میشه، اسپورتتون با استایل. پس به اضافه آلت این کار رو انجام میدیم. این قسمت تموم شد، میریم قسمت بعدی. یه مقدار سریعتر توضیح میدم. یه دونه خط داریم اینجا، ببینید من لیر استایلش رو باز میکنم، ببینید چیا توش گذاشتیم دیگه، توضیحات علکی ندیم. این خط رو فقط اونور من ایجاد میکنم، بهتون میگم که چجوریه. ناکنید یه دونه گرادینت داریم، دوباره طبق معمول از رنگ نارنجی دوباره به رنگ زرد داره میره، ولی دیگه اینجا اسکیلمون رو خیلی ما کم نکردیم، اسکیلمون رو گذاشتیم روی 50%. عرض به خدمتتون یه دونه درپ شادو داره، پس چیز خاصی نداره، فقط اینجا گرادینتش یه فرقی که داره، ما گرادینت رو گذاشتیم رو رفلکتد. میرم رو اون پروژه بهتون توضیح میدم. خب اینجا جنرال اسپورتمون رو داریم، جنرال اسپورت اضافی رو پاک میکنم، انگلیسی هم بذارید باشه دیگه، نشه انگلیسیش. خب مثلا هر سلایه رو میکنم قرمز، فلشاش هم میبندم، میخوام اون مستطیل چیزم رو ایجاد کنم، ابزار مستطیل، شیپ مستطیل کشم رو انتخاب میکنم، یه مستطیل نازک و باریک باش میکشم. این مستطیل نازک رو سیف شده همش. خب این مستطیل نازکمون رو میام به وسیله همون کنترل تی که بهتون گفتم و با شیفت میچرخونمش و میتونم باز از اینجا بزرگش کنم. خب اینتر میزنم، همینقدر بسته، اینو میبندم میارمش این برتر. این از این فکرم شیبش زیاد شد. آره کنترل تی شیفت رو میگیرم شیبش رو کم میکنم. حالا میام اینجا سریع گرادینت شادو رو کمونو میدم، این شادوش
اینهاش این شادو هیچ فرقی نداره. گرادینت رو میام تیکش رو میزنم، پنلش هم فعال میکنم، رنگم هم از همون نارنجی به زرد سیف شده. فقط و فقط میام اینجا لاینر ها رو، استایل ها رو بهتون توضیح میدم که لاینر چیه، فلان چیه. میام یه مستطیل بزرگ میکشم که تو چشم بیاد کار. خب ببینید گرادینت داره از زرد به مشکی میره. اسکیل هم میذارم رو 100%، میذارم اصلا رو 50%. خب و جا به جا هم میتونم بکنم. خب حالا ببینید این قسمت استایل ها، لیر، لاینر داریم، رادیال داریم و انجل داریم و رفلکتد داریم و دیاموند. هر کدوم از اینا یه شکله. نگاه کنید دومین گزینه رو میذارم، این رادیاله. سومین گزینه انجل، چهارمین گزینه رفلکتد و پنجمین گزینه دیاموند. رفلکتد نگاه کنید از هر دو طرف ایجاد میکنه. وقتی شما رو لاینر میذاری از نارنجی یه ضرب میریم به زرد، ولی وقتی روی رفلکتد میذاری از زرد میریم به نارنجی، از نارنجی دوباره برمیکردیم به زرد. این میتونه معکوس هم باشه. برای برعکس کردنش میام از ریورز استفاده میکنیم. تیک ریورز رو که بزنم از نارنجی به زرد و بعد از زرد به نارنجی میره، ورش که دارم دوباره همون حالت قبل میشه. همین رو فقط میخواستم بهتون توضیح بدم. توی اون مستطیل کوچیک زیاد به چش نمیومد. خب پاک میکنم و توی این مستطیل قلمی خودم میام و حالت رفلکتد رو انتخاب میکنم. رفلکتد رو میذارم اینجا و اسکیل هم یه ذره زیادتر میکنم، میذارم روی 50%. اینم از این چیز خاصی اینم نداشت. میام توی پروژه اصلیمون، میرسیم به قسمت عکس. این عکس چجوری گذاشته شده اینجا نگاه کنید، خیلی جالبه. اینو با تو آموزش دیگه هم یه اشاره بهش کردم، اشاره که چرز کنم کامل گفتم. نگاه کنید عکسو، عکس ببینید زیر لایه خاصی نرفته. اصلا بذارید من کلا عکسو ببرم بالاترین لایه تا ببینید شما. اومد خراب کرد، صبر کنید. میام اینجا به این شکل میذارمش بالا. کدوم رو میاد خراب میکنه؟ سفید است. از کجا اومده این؟ خب حالا اینو میخوام بهتون بگم، اون مهم نیست، اون سفید و مشکیش، اون سایه ها رو میاد چیز میکنه. اونا رو اومدم ماسک کردمش، میاد اونا رو به هم میریزه. حالا الان میخوام بهتون بگم سخته. الان میخوام اینو بهتون بگم، ببین این اومد بالاترین لایه. خب پس این عکس من زیر هیچ لایه ای نیست. پس چه جوریه که این برش خورده؟ میبینید الان بالاترین لایه، این اصلا زیر هیچ چیزی نیست. یعنی دیگه از این بالاتر امکان نداره. نگاه کنید میبینید بالاترین لایه است. بذار اصلا بذارم اینجا اینهاش. ببینید این عکس قلفت اون قسمت خودش شده. این هم یکی از جذابیت های قسمت ماسک فتوشاپه. نگاه کنید. خب حالا چه جوریه؟ بریم و این رو ایجاد کنیم. بذار من خود عکس رو ببرم اونور. این از عکس ماست، این عکسمون. حالا فعلا چشمش رو میبندیم. خب یه مستطیل عین همین نیاز دارم که بکشم من. یه مستطیل یه مقدار پهن‌تر میکشم و این رو هم با کنترل تی میچرخونم، میذارم اینجا زیر لایه اینجا میبرمش. خب یه رنگ دلخوابش میدم، هر رنگی که دلم خواست. پس حالا من یه مستطیل پهن کج کشیدم. خب عکسمو میارم دقیقا روی همون مستطیل پهن کج میذارم، دقیقا بالای اون لایه، نه یه دونه بالاتر نه یه دونه پایینتر. چشمش رو روشن میکنم، فقط کافیه روش کلیک راست و کرییت کلیپینگ ماسک رو انتخاب کنم. این همه گزینه رو میذاریم کنار، فقط هم یه دونه رو میچسبیم. فقط نگاه کنید کلیک کردن ببین چه اتفاقی میفته. 1 2 3 این میره توی اون پانچ میشه، میره توی دل اون قرار میگیره. مثل اینکه این عکس داخل یک محفظه میفته که این محفظه محدود شده. الان محدوده، ما یه مستطیل کشیدیم پهن کجش کردیم، این یه محفظه است. حالا شما این عکس رو توی این محفظه خیلی راحت میتونید، توی این محفظه یا محوطه خیلی راحت میتونید تکون بدید. اینجا که میبینی عکس تموم میشه، برای همین بالا رو سفید نشون میده. شما هر جای این عکس رو بخواید میتونید توی کارتون نمایش بدید. میخواد چرخ جلو معلوم باشه، اینم هست. بریم سر قسمت بعدی. این قسمت هم دیگه هیچ چیز اضافه ای نداشت. پس اینجا هم باز یه تکنیکی رو یادآور شدیم. قسمت بعدی یه مستطیل نیمه پهن داریم. این مستطیل قلمی بود، این مستطیل پهن بود، این مستطیل نیمه پهنه. شادو داره به اضافه این دایره ها. بریم سراغش.
خب اگه اجازه بدید من اینا رو یه ذره جمع جور کنم تو کارم. خب حالا یه مستطیل نیمه قلمی و نیمه پهن میکشم، کنترل تی میچرخونمش. رنگش رو میذارم رنگ زرد، همون زرد تخم مرغی، میذارم مثلا 130. این رنگ زردم. دو تا دونه شادو داره. ببینید شادو خیلی قشنگه، این شادو لایه است. ببینید مثل درب شادو نیست، گفتم شادو این ور با اون فرق داره. نگاه کنید این لایه است خودش، این لایه رو نگاه کنید، این شادو رو راحت میتونید بالا پایین کنید، میتونید قسمت بالا قرار بگیره، میتونه پایین بگیره، اصلا میتونید دو تا شادو بذارید، یه دونه بالا یه دونه پایین. نگاه کنید مثل این، اینجا من میام یه دونه کپی میگیرم ازش میارم این بالا، دو تا شادو میذارم دیگه، میل خودتونه چیکار میکنید. حالا میخوام این شادو رو یاد بدم بهتون. کافیه فقط یک بیزی بکشید، این تو فتوشاپ های جدید فکر کنم از سی سی معمولی اضافه شد، این پشه اومد ببخشید اذیت میکنه. یه دونه بیزی میکشم اینجا. خب اینه هاش. رنگش رو میکنم مشکی مشکی، فتوشاپ های فکر میکنم از سی سی اگه اشتباه سی سیکس نبود فکر کنم سی سی اضافه شده. خب حالا این پنل خود به خود پنل پروپرتیز باز میشه وقتی که شما دایره یا هر شیپی رو که میکشید. حالا میام از قسمت این آیکون کنارش، آیکون ماسک انتخاب کنم، آیکون ماسک رو اینجا یه فیدری داره، فیدر این رو شروع کنم به زیاد کردن. نگاه کنید هی محفتر میشه، ببینید این محفیش دیگه دست خودتونه چند پیکسل میخواید محف باشه. فکر میکنم 7 پیکسل چیز خیلی خوبی باشه. خب حالا لایه رو باید ببریم زیر این لایه زرده. دوباره دو تا دونه شورت کت بهتون یاد میدم. لایه رو پایین بردن با موس فقط درک کردن میبرید زیر اون لایه مورد نظرتون، ولی شورت کاتش اینه که چی بود شورت کاتش؟ کنترل شیفت و آره ببخشید وقتی با شیفت میگیرید کلا میپره. ببین گفتم دو تا شورت کاته، کنترل رو به راکت سمت چپ یا همون جیم فارسی، فکر میکنم تو همه کیوردها مشترکه، جیم همون براکته، کنترل و براکت رو میزنید یه لایه میره پایین، میزنید یه لایه میره پایین. حالا براکت سمت راست، کنترل براکت سمت راست میزنید، هی دونه به دونه لایه هی میاد بالاتر. خب حالا اگه شیفت و کنترل و یکی از این براکت ها رو بزنید میره به آخرین لایه، بذارید من بزنم اینا، الان نگاه کنید الان این لایه اینجاست، ببینید میره به آخرین لایه. و اگه برعکس شیفت و کنترل و براکت اینور رو بزنید میپره به اولین لایه. خب اینم دو تا شورت کات، بنویسیدش یه جا یادتون نره. خب با کنترل تی میام و این رو میچرخونم، اینتر میزنم، این شد شادوی من. از این یه کپی میگیرم، کپی چه جوریه؟ آلت و پایین نگه میدارید، موس رو درک میکنید، این شد کپی. الان لایه هم اینجاست، میبینید دورش مستطیل بنفشه و چون زیر همه لایه ها زیاد به چش نمیاد. اینو میبرم توی، عرض به خدمتتون که یه لحظه بذارید پروژه اصلی بیارم، این هشتنه های اینو دارم میگم، درباره این دارم صحبت میکنم. یه لحظه اجازه بدید برم خودم چیکار کردم اصلا. ناکنید از روی این یه دونه کپی میگیرم، یعنی آلت و پایین نگه میدارم، الان این مستطیلی که میبینید مرزشه، این دقیقا اینجاست، این رو میبرم و بالای این عکس قرار میدم، ایناش، این توی این عکس. حالا نگاه کنید وقتی میبرم سمت چپ میره روی این قرار میگیره، چون لایهش بالاتره دیگه، طبیعتا لایه زرده لایه پایین تریه، این لایه مشکی لایه بالاتریه، میاد رو قرار میگیره. حالا من چیکار کنم که هم بره زیر این هم زیر اون عکسه نره؟ نگاهی عکس من لایش بالاتر از این زرد است، این زرد رو نگاه کنید، این زرد لایش بلو میکنم، این عکسم و لایش رو گرین میکنم. نگاه کنید لایه سبز بالاتر از لایه آبیه، و اینجا هم که این سایه مشکی رو میخوام اینم میذارم روی اورنج، لایه نارنجیم الان روی همه این دوتا لایه است. من باید یه کاری بکنم لایه نارنجیم بین لایه سبز و لایه زرد قرار بگیره، درسته؟
باید بین این قرار بگیره، یعنی هم روی این باشه هم زیر این باشه. حالا میام یه کاری میکنم، این لایه رو میکشم پایین، ببینم چه اتفاقی میفته. مثلا کلا غیب شد. چرا؟ چون رفت زیر عکس ماشین. وقتی طبیعیه وقتی میره زیر عکس ماشین هیچیش دیده نمیشه، دوباره برش میگردم سر جاش. فقط کافیه که این رو هم الان خودش کلیپینگ ماسکو گرفت، فقط کافیه که روش کلیک راست کنید، این رو هم کرییت کلیپینگ ماسک کنید. یعنی این میره توی همون محفظه‌ای بود که اون مستطیل پهنه‌ای که اول بهتون گفتم، میره داخل اون قرار میگیره و از اون مرز اون ورتر نمیره. نگاه کنید، ببخشید ایناش، وقتی میکشیش اینور نگاه کنید، دقیقاً رفت هم زیر اون زرده افتاد هم روی ماشین افتاد. چون ما مرزمون ایناش، ببینید اینجا دقیقاً مرزمون مشخصه. نگاه کنید، این خط مرزه، اینور این زرده است، این هم خود همون مستطیل پهنه است که بهتون گفتم. این رو وقتی داخل اون ریلیز ماسک میکنید، کلیپینگ ماسک میکنید، دقیقاً بین این دوتا مرز قرار میگیره، از این ورتر نمیره دیگه. میبینید حتی با اینکه هنوز لایش بالای لایه زرده، یعنی شما اگه یه دونه لایه ببرید بالاتر یا کلیپینگ ماسک رو ازش بگیرید، نگاه کن میبینید که رفت روی این لایه، جاش همونجاست، فقط خاصیتش رفت اون ظرفه. امیدوارم کامل بتونم کامل تونسته باشم توضیح بدم، یه ذره سخت معقولش. همه چیشو گفتم، فقط سعی کنید هی این آموزش رو یکی دو بار نگاه کنید، متوجه نشید به عقب برگردید و تمرین کنید، و اگر هم باز سوال داشتید توی کامنت ها و توی گروه آموزشیمون بپرسید. حالا من اینا رو سعی میکنم همه رو بذارید، من یه جا کاغذ هم ندارم یادداشت کنم کاری که میخوام یادم نره. خب من توی بخش بعدی آموزش که خواستم آموزش بعدی رو بیام توی تبلت هم اینا رو مینویسم و که انشالله یادم نره. یه دونه چیز باید گروه رو بهتون بگم که حالا همه آشنا باشن انشالله. خب این بخش هم انجام دادم، میرم حالا این دو سه تا دایره که اینجا میدید محو افتاده، میخوام اینا رو بکشم. نگاه کنید، دایره دایره دایره، همشون ماسک شدن توی همین زرده، درسته؟ چیز خاصی وجود نداره. میام توی این پروژم، روی لایه زردم، زردم رو انتخاب میکنم که الان اینجا لایهش به آبی رنگه ولی خود اینجاش زرده. میام دایره رو میکشم، یه دایره، میام رنگش رو یه ذره تیره تر میکنم، 130 رو میکنم 140، یه دایره دیگه اینجا میکشم، 130 رو میکنم 120، و جفت اینا رو هم ماسک میکنم، کرییت ماسک. یه دایره دیگه هم میتونید بکشید اینجا، میتونید اصلا دایرهتون سر خالی باشه. خب این دایره ها رو تو هم میذارم، میام فقط اوپاسیتی هاشون رو کم میکنم. اوپاسیتی هر سه تا لایه رو اول همزمان با هم 20% کم میکنم، 30% کم میکنم، بشه 70%. میکنید زیاده یه مقدار، میکنم 50%. آها این خیلی قشنگ شد، میکنمش دوباره 50%. خب این الان خیلی قشنگ شد، فقط اینجا الان یه دونه لایه اینجا این هست که یه ذره کم داره دیده میشه، این لایه رو میبرم یه پله بالاتر، حالا یه ذره از 30%ش میکنم. الان اینجا قشنگ مرز دایره های ما معلومه، این زرده هم یه ذره زیادی پررنگه، اینم میکنم 30%، خیلی داره دم به زردی میزنه کارم، میکنم 20% کلا. الان دایره های منم ایجاد شد، این هم از دایره ها، هیچ کار سختی نبود، همه کاراش انجام دادیم. حالا اینجا ذره نارنجی تر، مال ما کم رنگ تره، رنگش دیگه دست خودتون، ان شاء الله که موفقم باشید. این کارت ویزیتمون رو بستیم، میمونه چند تا توضیح دیگه توی بخش های دیگه بهتون میگم، ان شاء الله که استفاده برده باشید. یه استراحت خیلی کوتاه میکنیم، منم برم اون چیزایی که میخوام تبلت بنویسم که آخر آموزش یادم نره. یه استراحت کوتاه میکنیم و برمیگردیم فعلا. خب وقت بخیر دوستان، ادامه آموزش رو داریم، یه استراحت خیلی کوتاه کردیم و برگشتیم، بریم رو کارت ویزیت بعدی که چند نکته خیلی خوب و به درد بخور واسهتون داره. این یکی دوتا نکته که میخوام بهتون بگم توی گروهی که گروه تلگرامی که ما برای وبسایتمون، برای قسمت آموزش وبسایت، یعنی یه گروه پرسش و پاسخه، توی اون راه انداختیم، یکی دو تا از کاربرا این سوالو داشتن، اونجا کامل توضیح دادیم و این آموزش در
کامل تر کردن اون توضیحات به قولی خیلی به درد هم اون دوستان و هم شما دوستان عزیزی که احیانا الان ممکنه در کانال ما نباشید، در گروه ما نباشید و الان دارید این آموزش رو میبینید. حالا در هیته آموزش اون لینک گروه و لینک کانالمون هم داخل آموزش خواهیم گذاشت. عرض به خدمتتون که حالا مهمترین بخش این آموزش بخش چاپیش، یعنی مهمترین نکته‌ای که باعث میشه چاپتون خراب نشه و خوب باشه، بخش این چیزاست. چی بود اسمش؟ پترناست. این بخش پترنا آماده از اینترنت وقتی گرفته میشه، مخصوصا پترنهایی که مشکی هستن، اغلب رنگ یا توسی هستن، خاکستری هستن، اغلب رنگ آبی توشون زیاده، شما مشکی میبینیدش، چاپ که میشه دم به آبی میره، این زشته. وقتی مشتریتون میبینه، خودتون میبینید، واقعا میمونید من کارمو مشکی بستم، این چرا آبی در اومد؟ و چاپخونه قشنگ اشکال رو میندازه به گردن شما و واقعا هم شما مقصرید. حالا بهتون میگم که چیکار کنید که این آبی رو از روی عکس بگیرید. توضیح اصلی رو میام روی این پروژه میگم، دیگه توی این پروژه این بخش رو توضیح نمیدم. خیلی با دقت بیاید توی این پروژه، دقت بکنید من دارم چیکار میکنم. یه لایه خاموش الان اینجا دارم، نکنید. رنگ دیوار این قسمت رو نگاه کنید، دیواری که روش دو تا تابلو داره. وقتی من این لایه رو روشن میکنم نگاه کنید رنگ چجوری میشه، وقتی خاموش میکنم ببینید چجوری رنگ میشه. ببینید قشنگ تغییر رو شما دارید احساس میکنید. هر جفتش یه حالت خاکستری داره، ولی این خاکستریه که مایل به آبیه. حالا شاید روی این دیوار شما واسهتون هیچ مشکلی نداشته باشه، اصلا دوست داشته باشید خاکستریتون دم به آبی بزنه، ولی توی این پروژه‌ای که کامل کار ما زرد و مشکی هست، رنگ آبی اصلا به هیچ دردی نمیخوره و اصلا کارو داره خراب میکنه. شما این پروژه رو در نظر بگیرید، ما در اصل داریم اون توضیحی که تو این پروژه میدیم بابت این پروژه است. حالا این اگه آبی داره بذارید آبیش بمونه، اینا ما کاری نداریم. ما الان میخوایم یه دیواری داشته باشیم که توش رنگ آبی زیاد به چشم نخوره، رنگمون خاکستری باشه قشنگ. میخوایم به این نتیجه برسیم، چشمو میبندم. اول باید منطقه‌مو سلکت کنم با ابزار سلکشنم. سه تا ابزار سلکشن دارم، لسو دارم، پولیگونال لسو دارم و مگنتیک لسو دارم. ابزار پولیگونال رو برمی دارم، نقطه اول، این نقطه ای کار میکنه، نقطه اول رو میذارم، نقطه دوم رو میذارم، نقطه سوم رو میذارم، چهارم رو میذارم، پنجمی هم میبندمش. کنارش دایره ای اومد، اگه دقت کرده باشید فیلم رو یه ذره عقب بزنید، یه دایره ای اومد، من دیگه سلکشن رو نبندم، باز نکنم دوباره. اون دایره که میاد میتونید همون لحظه کلیک کنید. خب حالا برای مدیریت رنگ ها که خیلی خیلی مهمه توی چاپ افست، اصلا وحشتناک مهمه، این بخش حالا میخوام توضیح بدم چجوری میخوایم رنگ زرد اینو کم کنیم، رنگ آبیشو کم کنیم، جاش رنگ مشکی رو زیاد کنیم. میام از همون قسمت لیر هایی که تو بخش قبلی توضیح دادم، ادجاستمنت لیر، میام این دفعه بخش کروز رو یا لول، جفتشون شبیه همن، کروز شاید یه مقدار کار کردن باش ساده تر باشه، درکش ساده تر باشه، جفتش شبیه همن. اونجا سه تا هندل داره، اینجا این راحت تره، کروز رو انتخاب میکنیم، ولی بدون جفتشون ببخشید مثلا میاد گرفته، جفتشون توی یه سبک کار میکنه. خب پنلش باز شد. حالا اینجا اگه دقت کنید CMYK رو واسه ما گذاشته. CMYK یعنی هر رنگ هر چهار رنگ اصلی رو میاد رنگش رو مدیریت میکنه. نگاه کنید وقتی به سمت راست میکشم مایل به سیاهی میشه، وقتی از این ور به این سمت میکشم مایل به سفیدی میره، و برعکس وقتی بالا میرم مایل به سیاهی میره، وقتی از اینجا پایین میام مایل به سفیدی میاد. میبینید؟ خب حالا یه توضیح درباره این نمودار کلا من بهتون بدم. ببینید همه تصاویر سه ناحیه رنگی دارن، غیر ممکنه که صدق نکنه اصلا اینجا یعنی واقعا دمش گرم دستش درد نکنه، قشنگ اومده اینجا این رو به ما نشون داده. توی این قسمت میتونم بهتون کامل بگم. ببینید یه ناحیه تیره داریم، توی هر رنگی ناحیه تیره داریم، ناحیه روشن داریم این قسمت، و ناحیه وسط داریم که داخل فتوشاپ بهش میگن دارک و لایت و میتوم، یعنی حد وسط رو بهش میگن میتوم. رنگ هایی که نه خیلی تیرن نه خیلی روشنن، ما سفید لایت حساب میشه، مشکی یا حالا نوک مدادی اینجا دارک حساب میشه، و خاکستری و یه توسی یواش ملو آروم
اون میتوم حساب میشه. خب الان این سه بخش رو ما میخوایم مدیریت کنیم رنگش. خب حالا بذارید اصلا اول فقط یه سلکشن واسه این یه تیکه من ایجاد کنم، اون سلکشن سر جای خودش، یه سلکشن واسه اینجا من ایجاد کنم، قشنگ روی این صحبت کنیم، بعد روی اون سلکشن میریم کار میکنیم. خب حالا چشم اینو میبندم، یه دونه لایه کروز دیگه ایجاد میکنم. الان این لایه کروز فقط مخصوص همین یه تیکه است، میگید نه نگاه کنید ببین. خب حالا من میخوام رنگای قسمت دارک رو، قسمت تیره رو بیام مدیریت کنم. قسمت تیره میشه این گوشه نمودار، میتون میشه این قسمت وسط نمودار، لایت هامو میشه این قسمت پایین نمودار، کلا روی این خط لایت، میتون و دارک. میخوام دارک هامو روشن‌تر کنم، ناکنید دارک ها داره همش روشن‌تر میشه. تغییر خیلی فاحشی ما توی میتون و لایت نمیبینیم. حالا میخوام دارک هامو تیره‌تر کنم، باز هم تغییر فاحشی توی میتون و لایت نمیبینیم، تا اینکه دیگه داره میریم به این سمت، داره دیگه همه رو تحت شعاع قرار میده و تقریبا هم داد. پس این بخش مدیریت دارک میبینید، الان من به خاطر همین قسمت انتخاب کردم، دقیقا فقط داره دارک ها رو تیره میکنه. خب حالا میخوایم بیایم میتوم ها رو تیره کنیم، یه دونه کلیک اینجا میکنم، میخوام میتوم ها رو تیره کنم. ببینید میبینید میتوم های من رو داره تیره میکنه، به اضافه اینکه خب به سمت دارک هم داره میره، چون میتوم های من دیگه خیلی روشنه، این به خاطر اونه. حالا میتوم ها میخوام روشن تر کنم، میاد دارک هم یه مقدار روشن میکنه خود به خود. اگه بخواید فقط میتوم رو بگیری باید چند تا نقطه بذارید این ور اون ور، که فقط مثلا بیاید شما روی دقیقا میتوم انجام بدید کارها رو، خود به خود نمودار کمتر روی دارک و لایت تأثیر میذاره. عرض به خدمتتون، بذارید من اینو دیلیت کنم، کل لایه دیلیت شد، ببخشید، اوتو میذارمش، اوتوش هم که بذارید کلا من با اینجا بک بدم، اینهاش این کار بعد از اول میکردم. خب حالا میخوام روی قسمت لایت ها کار کنم. لایت ها من باز همینجوریه، چون دیگه زیادی لایته، نگاه کنید، تأثیر روی بقیه میذاره خود به خود. حالا این اگه رنگامون یه جایی باشه که چطور بهتون بگم، لایت هامون خیلی لایت نباشه، دارک هامون خیلی دارک نباشه، میتوم هامون هم یه حد وسط داشته باشه، خیلی قشنگ این تناسب رو شما قشنگ میتونید توش ببینید. وقتی اختلاف زیاده، مثلا سفیداتون دیگه خیلی سفیده، دیگه شما سفیداتون رو دیگه نمیتونید مایل به سیاه ببرید. الان من سفیدای من خیلی سفیده دیگه، من هر کاری هم بکنم این سفیدها دیگه سیاه به اون شکل نمیشه، و اگر هم بخواد سیاه بشه حتما و حتما قسمت های دارک هم رو تحت شعاع قرار میده، یعنی دارک هم داره باش سیاه میشه. میدونید چیه این دقیقا چیزی که بعد حسابی باش تمرین کنید تا دستتون بیاد. این ستیکر رو من بهتون توضیح دادم، بریم روی قسمت اصلی، نگاه کنید، ابزار موو دیلیت کنترل سف میام بیرون. حالا میخوام روی این قسمت کار کنم، نگاه کنید، روی این دیوار میخوام کار کنم، میخوام رنگ آبی و اینا رو ازش کم بکنم. اول میام رنگامو یه چک میکنم، شما من موسو که اینجا میارم، شما زحمت بکشید پنل اینفو رو، این قسمتش رو نگاه کنید، CMYK، رنگای CMYK شو جفتش رو 8 بیتی دو جفتش رو نگاه کنید. این قسمت تیره منه، الان موس سمت چپ من روی قسمت تیره است، رنگایی که داره نشون میده 69%، 65%، 67% و 72%، تقریبا خوبه، تقریبا رنگا یه دستن، ولی باز بهتره که مشکیمون غالب باشه، یعنی آبیمون کم رنگ باشه. این نشون میده که پس روی قسمت های دارک هم ما باید کار بکنیم. میام توی قسمت تقریبا میتوم هامون، میتوم هامون تقریبا همه این قسمت ها جزء میتوم حساب میشه، میتوم هامون هم تقریبا 64% و 56%، 55% و 31% مشکی. ببین مشکی 31%، نصف اوناست تقریبا، یعنی این توسیه ما 100% دم به یه رنگی میره، اون رنگش هم 100% آبیه، چون از همه قوی تره، 64%، ما بقی 55-6%. خب ما اول میام از قسمت های میتوممون آبی رو شروع میکنیم به کم کردن، سایان میتوم رو میگیریم و شروع میکنیم به آبی رو یه مقدار کم کردن. الان میبینید کار داره دم به قرمز میره. حالا موسمو میارم ببینم چه جوری شد، آبیم شد 48% از 60 خورده درصد، زرد و اینام که هنوز تغییری نکرده، مشکیم هم هیچ تغییری نکرده. آبی رو باز یک مقدار میارم پایین تر تو قسمت میتوم ها. میام سراغ مجنتا، اون هم میام قسمت میتومش رو میگیرم و همینجوری میارم به سمت پایین. الان کارم داره دم به زردی و دم به سبزی داره میره. حالا باز رنگامو کنترل میکنم، رنگام هست 42%، 27%، 53%، مشکیم زیادی اومد پایین، مشکی رو ذره باز میبرم بالاتر،
چک میکنم 43%، 38%، باز یه کمی برم بالاتر، 44%، 41%، خوبه، نزدیک به هم، زیاد مشکل خاصی نداره. میام سراغ یلو. خب یلو رو میاریم میتومش پایین تر، رنگ رو چک میکنیم، 56%، 45%، 43%، 44%، عالیه، هیچ مشکلی نداره. خب حالا میام رنگ مشکی رو کار میکنیم، رنگ بلک مشکی. مشکیمون هنوز همونقدر پایینه، 32%. مشکی رو باید یه مقدار میتومش رو بگیریم و ببریم بالا. مشکیمون هم یه ذره رفت بالا، فکر میکنم انقدر بس باشه. چک میکنم 48%، 47%، الان برابری داره میکنه. باز یا میتونم مشکی رو ببرم بالا یا میتونم رنگای آبی رو بیارم پایین. یه ذره مشکی رو میبرم بالا و باز هم یه ذره آبی و یه ذره مجنتا و یه ذره یلو رو میارم پایین. رنگا رو کنترل میکنم، 41%، 38%، 37% و 45%، هنوز آبیم بالاه. سی و چار، سی و شیش، سی و پنج و 40%، عالی شد. یه ذرم باز مشکی میاریم بالا، عالی شد. این برای بخش میتوم ها. رنگم الان کاملا اصلاح شده و اگه شما بیاید این رو وردارید میبینید که چه اختلافی ما داریم. میبینید؟ حالا الان اصلش رو نگاه کنید، 65% بود آبی، مشکی 34% بود. الان آبیمون شده 36%، مشکی شده 51%. این تو هر جا فرق می‌کنه، می‌بینید یه مقدار این ور اون ور که موسو می‌کنید قشنگ می‌بینید تفاوت داره. این رنگ میتوممون اصلاح شد. قسمت‌های لایتمون تقریبا از هر رنگی داره به جز مشکی، و قسمت‌های بلکمون، دارکمون هم رنگش عالیه. اصلا دارکمون هیچ مشکلی نداره. دارکمون 86%، 49%، عالیه. برای لایتمون هم اون قسمت هیچ مشکل خاصی واسمون به وجود نمیاره، ولی اگه خواستید مثلا قسمت بلک، باز یه مقدار اگه بلک بگیره، چون لایت نهانی دارن، لایت رو یه ذره بلکشو یه ذره بلک میدم. نهانی رنگ رو الان زیادی بلک گرفت، مثلا میذارمش روی اینجا. نهانی لایت ما الان 9% رنگ مشکی توش اومد، 11%، 9%، 4%. این خوبه، زیاد در این حد 2%، 4% بالا پایین توی قسمت لایت اونقدر به چشم نمیاد. الان توی لایت من زردم بیشترین درصد رو داره، از زردم یک مقدار کم میکنم. یلومو یه مقداری میکشمش اینورتر. توی قسمت لایت ها میبینید که یلو هم شد 9%، مجنتا هم 10%. عالیه، خوبه. این الان یک رنگ دیوار اصلاح شده است. شما توی مونیتور چی میبینید آنچنان مهم نیست. شاید مونیتور شما رنگ زرد رو خیلی بالا نشون بده، رنگ آبی رو بالا نشون بده. شاید این دیوار من مثلا توی مونیتور شما رنگ به نظر آبی به نظر بیاد، به نظر زرد به نظر بیاد، به نظر قرمز به نظر بیاد. این آنچنان مهم نیست. مهم اینه که شما کد رنگ مهمه. دستگاه چاپ این رنگ رو میبینه، مونیتور شما رو نمیبینه. الان همین جایی که من موسمو گذاشتم توی خود مونیتور من داره یه مقدار، عرض به خدمتون، یه مقدار خیلی کم داره دم به قرمز نشون میده، اما عددی که من اینجا دارم داره نشون میده که هیچ مشکلی ما نداریم. ما که 35%، 37%، 33%، 44%. عددی هم حساب کنید 2% قرمز هم بیشتره، ولی مشکی من 44%. مشکی من غالبه. باز اگه خواستید رنگ مشکیتون رو یه مقدار غالب تر کنید، بلک محض احتیاط، یه مقدار رنگ مشکی مو غالب تر میکنم. الان میبینید که باز اختلاف بیشتر شد. این بود کلن مدیریت رنگا. پس از اینجا رنگ مورد نظر انتخاب میکردیم، دارک و میتوم و لایتش رو میمانیم تغییر میدادیم. خب حالا همین مدیریت رنگ رو خیلی راحت میتونید شما روی این پترنتون داشته باشید. این پترن هم به صورت فابریک اگه دقت کنید، میریم یه دقیقه رنگش رو چک میکنیم، این قسمت لایت روشنش تقریبا همه رنگش نزدیک همن، 36 مشکیش خوبه، مشکیش بالاه، غالبه. این قسمت میتومش هم که نکمه دادی خاکستریه، نگاه میکنیم میبینیم که بله، مشکی ما توی این قسمت خیلی کمه، در عوض آبیمون خیلی زیاده. توی مونیتور من اینو داره یه توصیه خوب نشون میده،
من چون به قولی کارم چاپه میدون الان دارم قشنگ من خودم میبینم که این دم به آبی داره میزنه، ولی یک نفر چشم عادی از چاپ هم هیچ سررشنه‌ای نداره میاد میشینه اینجا میگه که من اینو دارم توسی میبینم. خب واقعا هم همینه، مونیتور بیشتر داره اینو توسی نشون میده، ولی کد رنگ من داره میگه 63% این آبی داره، پس این باید اصلاح بشه. و من اومدم اینجا این رو اصلاح کردم و میام رنگاشو چک میکنم، میبینید که آبی شده 51%، باز هم آبی من زیاده ولی 66% در جاش من مشکی دارم، و از رنگای دیگه هم اومده 38% و 41%. باز میتونید رنگای دیگه تون هم خیلی راحت اینجا بالانس کنید. من اینو فقط قبل آموزش سری درست کردم که باشه. از طریق همین CMYK میتونید رنگ هاشو مدیریت کنید. بخش اعظم این کارو من بهتون گفتم. میام بخش دوم آموزشی این که بخش جذابیه، این یه تیک دایره ها، اینم آموزش میدم، بعد منحنی ها و اینا رو بهتون میگم. میریم توی ویزیت آموزش خودمون، یه دایره میکشم. شما خواستی بیزی بکش، خواستی مستطیل بکش، خواستی هر شیپی که دوست داشتی بکش. رنگش رو میام گرادینت بهش میدم، از این بالا میام روی، یا از همونجا فرقی نداره، نه این دوتا پنل رو با هم یکی، فکر نکنید اتفاق خاصی میفته. میام رنگ گرادینت بهش میدم و هم از اونجا میتونم رنگ گرادینتش رو مدیریت کنم، نکنید هم از اینجا میتونم گرادینتم رو مدیریت کنم از دوتا پنل اینجا، هم میتونم روی این لایه دبل کلیک کنم. من از اینجا راحت ترم، از اینجا بیام راحت پنل سنتی مدیریت کنم. اینجا حواستون باشه وقتی میخواید اون دایره ها رو بکشید، پروژتون هم وقتی CMYK حتما رنگ سفید و مشکی باید استفاده کنید، سفید سفید و مشکی مشکی، یعنی مشکیتون باید خالص باشه، هیچ درصد رنگی نباید توش وجود داشته باشه، 100% مشکی، و سفیدتون هم باید 100% سفید باشه که هست. خب میام از اینجا روی انجل قرار میدم، ببخشید روی ردیال قرار میدم، میبینید از رنگ مشکی داریم میریم به رنگ سفید، این رو اوکی میکنم، اینم مرزمه. خب حالا کافیه که بیام توی منوی فیلتر پیکسلیت و کالر هافتون، اینو که بزنم اول ازم میپرسه توی این فتوشاپ سی سی 2015، میگه میخوای کانورتش کنم به سمارت آبجکت یا میخوای رستریزش کنم، یعنی به صورت یه عکس در بیارم پیکسلی، یا یعنی اصلا نمیخوای هیچ کاری بکنم و منم هیچ کاری نمیکنم، کنسل میکنم. میگم که این رو بیا تبدیل کن به سمارت آبجکت، چون سمارت آبجکتش به درد ما میخوره. تو آموزش های قبلم توضیح دادم که سمارت آبجکت چیه دقیقاً. 8 پیکسل رو میارم میذارم مثلا رو 15 پیکسل. باقی عدداشم فعلا کاری ندارم. چقدر خوشگل. خیلی زیبا شد. حالا فقط بذاریم دایره های آخر کاملا دایره است. بله هیچ مرزی توش وجود نداره، کارمون رو عالی انجام دادیم. حالا این میتونه هر شکلی که شما میخواید باشه، میتونه بیزی باشه، میتونه دیگه به جز بیزی که چیزی نمیشه اینجا، مثلا میتونیم حتی اینجوری بچرخونیمش، میتونیم اینجوری درازترش کنیم، میبینید؟ چون به خاطر سمارت آبجکت بودنش هر تغییری که شما بهش میدید رو میپذیره. اگه ما اینو رسترایز کرده بودیم به صورت عکس در می آوردیم دیگه تموم شده بود، همون دایره فقط میموند. سمارت آبجکت خیلی قابلیت خوبیه تو فتوشاپ، حتما به دربارش بخونید. من تو آموزش‌های قبلیم گفتم، مثلا یکی دو تا آموزش ساختم که بیشتر رو سمارت آبجکت‌ها توضیح دادم، برید حتما این آموزش‌ها رو ببینید از طریق وبسایت. آموزش قسمت‌های سمارت آبجکت خیلی چیز خوبیه. اینم پس این قسمتم، این قسمتم آموزش دادم بچه‌ها. حالا میمونه عرض به خدمتتون که ظواهر اینو میخوام خیلی سریع توی این آموزش در بیارم. یه رنگ میدم. ببینید بخاطر اینکه سریعتر کار کنیم دیگه رنگا رو من کداشو بهتون همه رو گفتم که حتما باید کدا رو رعایت کنید. الان توی این میخوام چون فقط سریع بزنم کد مود رعایت نمیکنم. میام رنگ خاکستری اینجا انتخاب میکنم. از یه سری چیزا سریع کورتانا اومد بالا، نمیدونم چی از من شنید اومد بالا. میبندمش. خب میام اینجا ببینم دقیقا چه کارهایی کردم لایه هامو، یه ذره کار قدیمیه خودم هم نمیدونم چی کار کردم. واسه این قسمت یک بیزی میکشید، حالا الان بذارید این قسمت رو قشنگ بکشم واسه تون.
تا شما ببینید چه کارهایی میشه با این فتوشاپ انجام داد. یه بیزی میکشید به این شکل، یه ذره اینو کجش میکنید به این شکل. خب این هست. حالا این عکس رو بذارید بیارم اینجا و این دوتا رو بذارم سایت بای سایت، هر جفتش اینجا داشته باشم. خب ببینید اینجا اون حالت بیزیمون هست، اینجا اومده یه خط صاف تبدیل شده. برای اینکه این خط صاف رو ما از این بیزی کم کنیم، ببینید بیزی ما به صورت برداری کشیده شده، میبینید این خطی که دورشه، یعنی به صورت نقطه و خطه، به صورت خطه، به صورت نقطه نیست، پیکسلی نیست، پیکسلی نیست، یعنی به صورت ایلستریتوره، به صورت کورلی داره میکشه. خب الان من خیلی راحت میتونم به اندازه یه مستطیل رو از این شیپ دایره‌ایم کم کنم. الان یه شیپ بیزی دارم اینجا، میام ابزار مستطیل کشم و شیپ مستطیل کشم انتخاب میکنم و حالا یه مستطیل از روی این کم میکنم. الان بهتون میگم که چی کار کردم، فقط ببینید نتیجه کار رو. ببینید این مستطیل کم شد، الان این شکل دقیقا برابر این شکل شد. حالا من دقیقا چی کار کردم؟ کنترل زد، دایرم رو کشیدم، بیزیمو ابزار، زمانی که این دایره فعاله، این بیزی فعاله، روی لایه دیگه این کارو نکنید، حواستون باشه همون لایه که فعاله، میاد مستطیلتون انتخاب میکنید، این خط خود به خود نمایان میشه، آلت رو پایین نگه میدارید، به جای اینکه بیاد یه مستطیل جدید بکشه، یا الان دیگه آلت رو میتونید ول کنید، همین الان موس رو ول نکنید، آلت رو ول کنید، الان میاد این مستطیل رو از این شکل شما کم میکنه. حالا اگه میومدید آلت رو نمیگرفتید چیکار میکرد؟ میومد یه مستطیل جدید میکشید، هیچ ربطی هم به اون لایه نداره. نگاه کنید این لایه رو، ببینید یه لایه اضافه کرد، یه لایه مستطیل اضافه کرد. حالا اگه بیاد به جای آلت، وقتی این لایه فعال، شیفت رو بگیرید چیکار میکنه؟ میاد یه مستطیل دیگه، شیفت رو ول میکنید، یه لحظه فقط میگیرید، یه مستطیل میاد به اون شیپتون اضافه میکنه تو همون لایه، لایه جدیدی نمیسازه، توی همون لایه این کارو میکنه. پس من میام با آلت یه مستطیل از شکل خودم کم میکنم. پس این هم ایجاد شد. حالا این پترنا چی؟ پترنا رو بدون مدیریت رنگش میارم این ور، مدیریت رنگ رو یاد گرفتید. این از پترنای من از اینترنت گرفتم، به وفور یافت میشه از سایت خودمونم اگه اشتباه نکنم اینو برداشتم. دوباره از قابلیت ماسک استفاده میکنم، حواسم هست که این پترنم دقیقا بالای این لایه است. خب روش کلیک راست میکنم، کلیپینگ ماسک رو میزنم. پس یه کار تکراری اینجا کردیم، دیدی تو آموزش قبلی یاد دادم بهتون، خیلی به درد بخور بود، اینجا هم به درد خورد. خب حالا این پس از این قسمت بالایی، این قسمت بالاییشو یاد گرفتیم چجوری ایجاد کنیم. میایم و ببینیم قسمت های دیگر رو چیکار کردیم. خب این یه لایه است، خود این هم یه لایه است، میبینید. حالا این دوتا لایه رو میخوایم ایجاد کنیم که شبیه اون بشه. ببینید یه لایه کاملا بیزی، خب من اینا رو پاک میکنم، یه لایه کاملا بیزی اینجا دارم، میام اینجا میکشم. این آموزش یه ذره قدیمیه، چیز این کارت ویزیت یه ذره قدیمیه، برای همین خودم هم یادم نیست دقیقا توش چی کار کردم. خب میام این شکلی یه ذره هم کجش میکنم. خب رنگش هم به صورت گرادینتی اینجا گذاشتم، میتونید هم از طریق دبل کلیک اینجا گرادینت بزنید تیکشو، هم میتونید از این قسمت تو فتوشاپ های جدید گرادینت رو فعال کنید که رو خود لایه، رو خود این قسمت دوبار کلیک کنید پنل مدیریتیش میاد، فرقی نداره. تو اون آموزش از اون طریق بهتون گفتم، دوستان تو این آموزش هم از این طریق بهتون بگم. اینجا رو میام زرد میدم، اینجا رو میام از نارنجی استفاده میکنم، بذارید ای بابا جمع میام از این نارنجی پر رنگ استفاده میکنم. خب این طیف گرادینت هم داد. خب حالا میام اینجا رو دوباره چک میکنم، ببینید اینجا الان همین بیزیه، فقط یه دونه دراپ اینر شادو داره توش، میام یه دونه اینر شادو بهش میدم، اینر شادو رو دادم. خب میام یه ذره دیستنسش رو بالا پایین میکنم، ببخشید این الان دیستنس رو داره، اگه ما زاویه رو بکنیمش 270 درجه یا منفی 90 درجه دیستنس رو قشنگ میتونید ببینید که از پایین به بالا میره. تو اون قسمت آموزش قسمت اول فکر کنم بود بهتون گفتم، الان مثلا وقتی میذارم اینجا دیستنسش رو نگاه کنید از
راست داره میاد به سمت چپ و برعکس این ور از چپ به راست. خب وقتی میذاریش رو 90 دیستنست بالا پایین نمیره، میذاریمش رو 180 چیز، میذاریمش رو 270 یا منفی 90 دیستنس هم قشنگ تکون میخوره. دیستنس هم میذارم روی 3 پیکسل و از اینجا سایز هم یکم زیادش میکنم، 3 پیکسل هم میکنم 5 پیکسل. این از شادوی من. حالا میمونه این لایه زیریه، لایه زیره یا روه، لایه زیره نا کنید. این هم یه مستطیلی بوده که یه بیزی ازش کم شده. میام اینجا زیر این لایه، یعنی زیر این دایرم، ببینید اینجا زیر دایرم میام یه مستطیل میکشم پایین دایره. این مستطیل رو کشیدیم، رنگش هم زرد گذاشتیم. حالا میایم یه دونه بیزی، آها یه دونه بیزی خیلی زیاد، یعنی بیزی خیلی بیزی اگه کوچولو باشه انحناش زیاد میشه. آها یه بیزی اینجا میایم ازش کم، ببخشید یه بیزی میکشم با آلت ازش کم میکنم ایناش. خب حالا خیلی راحت میتونم با کنترل تی همین دایرم و همین بیزیمو بیام راحت جابجا کنم. فتوشاپ های جدید این اجازه رو راحت به شما میده. میام از آلت پایین نگه میدارم از دو طرف ایناش، میگم یه بیزی بزرگ منظورم اینه، اینتر میزنم. حالا ما اینجا دو تا دونه ابزار داریم، ابزار به قول خودم که تو آموزش های قبلی هم گفتم ای بزرگ و ای مشکی و ای سفید، شورتکاتشون ایه، پت سلکشن و دایرکت سلکشن. پت سلکشن ای مشکیه، دایرکت سلکشن ای سفیده. این من همیشه تو آموزش هم این سبکو میگم. ای مشکی انتخاب میکنم، ای مشکی میاد کل شیپ رو میگیره، ای سفید میاد نقطه به نقطه میگیره، یعنی شما این نقطه رو فقط میتونید بالا پایین کنید. میبینید ابزار نقطه. خب من الان میام ای مشکی رو میگیرم، میتونم فقط ای مشکی، یعنی ای مشکی میتونید فقط مستطیل رو میتونی خیلی راحت تغییر بدی. میبینی میتونید خیلی راحت جابجاش کنید، یا اگه فقط بخواید بیزی رو انجام بدید فقط بیزی رو انجام بدید. اینا دوتا لایه نیستن ها، دوتا لایه تو دل یه لایه، دوتا شیپ هن تو دل یه لایه. بحث لایه و شیپ و اینا هرچی فتوشاپ میره جلوتر ابزارهای جدید اضافه میکنه، چیزای جدید اضافه میکنه، یه ذره سخت میشه توضیح دادنش. ببینید لایه اینایی که اینجا هستن، شما به صورت لایه 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 لایر لایر میبینیدش، اما تو دل همین لایه ها وقتی شما میای توی شیپ میتونی 50 تا شیپ داشته باشی، اینو از اون کم کنی، اونو از این زیاد کنی. مثل این دوتا دایره، بذار رنگشو یه رنگ واضح بذارم، هر دوتا لایه رو ببرم بالا. من یه توضیحی درباره استایل چیزها اینجا بهتون بدم قشنگ درک کنید شما راحت باشید. ببینید اینو میگم، اپاسیتیش هم میارم پایین. اگه یادتون باشه مثلا این حالت بود، میگفتیم این چیزایی که تو این اتحاد نبود، چی بود خدا واقعا یادم نمیاد الان ذهنم یاری نمیکنه. نخندید فقط به من، خیلی وقت دیگه از به قول دانشگاهمون گذشته، از دبیرستانم که دیگه خیلی وقت گذشته. این حالت چیز بود، اجتماع اشتراک، خدایا خیرت بده الان افتاد، اجتماع و اشتراک دقیقا همون حالته که مثلا میگفتیم که این رو و این رو اگه با هم بگیریم دقیقا نهایی تو فتوشاپ هم همین حالت اجتماع و اشتراک رو ما داریم. اینه هاش، اینو میگیریم و اینه هاش، نها کنید فقط وسطش رو گذاشت موند، یا برعکس تغییرش میدم به این، نها کنید این رو میام میذارم روی این حالت، بعد با این میگیرم. اون محوطه رو یه حالت قاچ کرد، یعنی دایره اول اومد دایره دوم رو قاچ کرد. اینا همه داره توی یه لایه اتفاق میفته. الان قاعده دقت کنید دو تا لایه بود اول، وقتی من کنترل ای رو میزنم مرج میکنم توی فتوشاپ، بهش میگم مرج کردن، یعنی کلیک راست وقتی میکنیم مرج داریم مرج داریم، خارجکی شدم، کجاست مرج، ایناش مرج شیپ، مرج ویزیبل، فلتن ایمیج، فلتن ایمیج که برمیداره اصلا کلن فلت میکنه، پیکسلی میکنه و فاتحه لایه رو میخونه. مرج شیپ رو که میزنید نکنه این حالت میاد. شما وقتی دو تا دونه شیپ دارید، الان دو تا دونه دو تا دایره دارم که با هم ادغام
شدن هنوز دو تا دونه لایه است. اینو میتونید خیلی راحت تبدیل به یه لایه بکنید در حالی که حالت شیپشون هم حفظ بشه. فقط با خودتون انتخاب کنید که بگید آقا این دایره ها با هم چیکار کنن. الان مثلا میخوای بگی که میخوام این دایره از اون دایره کم بشه، حتما باید اون دایره که میخوای کم بشه رو انتخاب کنی، بیای اینجا بگی این دایره رو میخوام کم کنه. خود فتوشاپ یه همچین شکلی رو موقتا میکشه، داره میگه این دایره قراره از اون کم بشه. حالا دوتا دایره رو با هم میگیرم، کنترل ای رو میزنم، تپ، تموم شد. دایره اول از دایره دوم کم کرد. حالا دوتا دایره رو با هم میگیرم همزمان با هم. الان چون میخوام یه کاری بکنم رو جفتشون انجام بدم، بعد جفتش رو با هم بگیرم، میگم آقا جان میخوام این دوتا با هم کامباین بشن، ادغام بشن. میذارم کنترل ای رو هم میزنم. الان دو تا لایه منو کرد یه لایه، با هم دو تا رو کامباین کردش. نکن با همون ابزار AMHQ و اینا راحت میتونم دو تا رو ببین، دو تا لایه است، دو تا شیپ تو دل یه لایه است. خدا کنه منظورمو تونسته باشم برسونم. یه چیز دیگه هم اینه که میگه بیرونیا بمونن، اجتماعاشون بپرن، اشتراکاشون با هم بمونن. چقدر خوب شد من این اجتماع اشتراکو یادم اومد. این حالت هم انجام میدم، کنترل ای رو میزنم، همون اجتماعهاشون میمونن، اشتراکاشون پانچ میشن، میپرن بیرون. اینم از این، اینم بهتون گفتم. حالا تنها چیزی که اینجا داره الان یه دونه شادو این شیپ هم داره. شیپ انتخاب میکنم، دبل کلیک سریع دراب شادو رو بهش میدم و سایزم رو میام یه ذره بزرگ میکنم، دیستنسم رو، چون دیستنس بالایی. آها اینم بهتون بگم، فتوشاپ ببین وقتی یه شادو رو میدید سیو میکنه تو خودش، همه کارا رو بر اساس اون شادو انجام میده. چون زاویه منفی 90 دادیم، وقتی دیستنس رو بالا پایین میکنید سایه از پایین به سمت بالا میره، دیگه از بالا به سمت پایین نمیاد. یعنی من دیستنس رو زیاد کنم از پایین داره میره به سمت بالا، و چون من بالا دیگه شادوی ندارم دیده نمیشه. پس دیستنسمو صفر میکنم، یه ذره سایز بهش میدم. اگر خواستم پررنگ ترش کنم هم از این قسمت میام یه ذره پررنگ ترش میکنم. اینم شادو. میمونه دو تا قسمت. دو تا قسمت اینجا سفیدی که دارم. میام خود این لایه زرد رو انتخاب میکنم. یه دایره خوشگل بیزی میکشم اینجا. میچرخونمش. رنگشو تغییر میدم به سفید. الان گرادینت. خب گرادینت، بعد رنگش رو میخوام فلت سفید بکنم. میام از اینجا از گرادینت تغییرش میدم به چیز سالید کالر. ببخشید سالید کالر که کردمش، حالا میتونم از همینجا سفید انتخاب کنم. عذرخواهی میکنم، سرفه میکنم. حالا برای اینکه این شکل رو پیدا کنه خیلی راحت میتونم از ماسک استفاده کنم. میام اینجا ماسک رو واسه این لایه فعال میکنم. ببینید ماسک رو، ماسک رو تو آموزش های قبل به توضیح دادم. آموزش هایی که من درست میکنم، ببینید چون آموزش های پشت سر هم نیست، آموزش پروژه محوره، به صورت آکادمیک نیست. از اول بیایم توضیح بدیم قشنگ ماسک چیه، کامل آکادمیک نیست. چون پروژه محوره، حتما آموزش های پروژه قبلی رو حتما نگاه بکنید که راحت بتونید ماسک رو درک کنید، اسمارت آبجکت رو بتونید درک کنید. آموزش قبل رو ببینید، زیاد حجمشون بالا نیست، مطمئنن به حجم این آموزش نمیرسه. این آموزش خیلی مفصله و داره حجمش بالا میره. خب ماسک رو واسهش فعال میکنم، گرادینت هم انتخاب میکنم. تو آموزش قبل کامل گفتم ماسک چیه، رنگ سفید به مشکی چیه، مشکی به سفید چیه. اونا رو نگاه کنید تا قشنگ دستتون بیاد. میام اینجا یه دونه سلکشن انتخاب میکنم، ایکس رو میذارم رنگم برعکس بشه، از رنگ مشکی باید به سفید بشه، مشکی به سفید، مشکی پاک میکنه، سفید برمیگردونه. ایناش نکنید، خیلی راحت. هر چقدر از اینجا بری اینجا بکشی، اینجوری هر کاری دلت بخواد میتونی انجام بدیش. میتونی از بالا به پایین بکشی، این حالتی میتونی یه زاویه اینجوری بکشی، هم از بالا به پایین باشه هم از چپ به راست. خیلی خوشگل شد. این از واسه این پایینی هم دقیقاً همین جوریه، عین همینو میاد روی این لایه میکشید. خب فقط تنها تفاوتش اینه که وقتی میارین روی این لایه ناخنید، ببینید این لایه، نه هیچ تفاوتی نداره. مثلا بگم ماسکش کنید، حواسم نبود این لایه زیر اونه، خود به خود ایناش. ببینید میام رنگ مشک سفید انتخاب میکنم، لایه زیر اونه، دوباره به این ماسک میدم،
گرادینت رو انتخاب میکنم و گرادینت تمام میکشم. اینم واسه این قسمت چیز خاصی نداشت. دایره ها هم که اون اول توضیح دادم، رنگا هم که توی قسمت قبل آموزش همه رو گفتم، مثل من که الان رنگ انتخاب کردم، رنگ انتخاب نکنید، اصولی رنگ انتخاب کنید. این لوگو هم یه لوگو آماده است، خود مشتری به من داده بود، این رو گذاشتم. اینم فقط یه دونه شادو داره، چیز خاصی نداره. لوگو قبلا رنگ آمیزی شده، نوشته و ایناش هم کاری نداره. این چیزه هم دو تا دونه لاینه، نگاه کنید یه لاینه، بذارینم بکشم، ببینید یه لاین، یه خط خیلی نازکی. بذار با ابزار لاین اینا، خود این میگه یه پیکسل، فکرم یه پیکسل بستش، لاین رو میکشه، رنگش رو یه رنگ تیره انتخاب میکنی، یه پیکسله، میارمش روی همه لایه ها. ایناش عالیه. رنگش رو از همین زرد انتخاب میکنم، فقط یه ذره تیرش میکنم. باز میگم اینجا رنگ رو انتخاب، ببین 28-38 این حرف ها نداشته باشیم، اصلا اینجا نیازی نیست مشکی داشته باشیم، همون مثلا 30% از این و 40% از این کفایت میکنه، 100% هم زردمه. این رنگ تیره هم یه دونه لاین زردم این ایجاد شده زیرش، از همین لاینم هم یه دونه کپی میگیرم، آلت و پایین نگه میدارم، یه دونه کپی میگیرم، یا با کنترل جی، کنترل جی هم داپلیکیت میگیره. حالا میام رنگ اینو میذارم روی فعلا از حساب سفید، میام توی قسمت گرادینت، اینا از این قسمت گرادینت، و گرادینت رو واسش فعال میکنم. حالا که گرادینت فعال شد، میام توی قسمت پنل مدیریتی گرادینت هم میگم که آقا این از چپ به راست باشه، میبینید الان اومد، حتما هم روی رفلکتد باشه، الان هم اومد، و رنگش هم باشه از رنگ زرد، رنگ زرد 100% خالص به رنگ زرد 100% خالص. خب با این تفاوت که رنگ زرد 100% خالص این ورم که رنگ خارجمه، اوپاسیتیش صفر باشه. با این دوتا ابزار، با این دوتا قلتک بالا میتونید اوپاسیتی رو مدیریت کنید، اوپاسیتیم صفر باشه، اوپاسیتی الان صفر شد. اگه دقت کنید فقط وسط کار من زرده، خارج کار من زرد. این خیلی توی چاپ این عناصر آنچنان دیده نمیشه، بستگی به اون دستگاه چاپ داره خیلی دقیق کار کنه، ولی توی وب فوق‌العاده این چیزا راحت دیده میشه، واقعا کارتون رو هم زیبا میکنه. خب بذارید ببینم همه چیزا رو گفتم، چیزی جا نمونده باشه. پس این کارت ویزیت هم یاد گرفتیم چجوری منحنی ها رو ایجاد کنیم. حالا شما منحنی یاد گرفتید، نیازی نیست عین کارت ویزیت من ایجاد کنید. ببین همین منحنی هایی که الان کشیدیم، نکنید همینا رو فقط وردارید یه ذره چپ و راستش کنید، کلی طرح کارت ویزیتتون عوض میشه. ببخشید رنگ مشکی رو نمیگیرم، زمینه رو نکنید، خود این واسه میشه کلی رنگ طرح کارت ویزیتتون کلا عوض میشه، زیرو رو میشه. یه دونه کارت ویزیت طراحی کردید، میتونید از همین یه کپی بگیرید، کنترل تی رو بزنید، بعد مثلا فیلیپ ورتیکال یا فیلیپ هوریزونتال رو بزنید، فیلیپ ورتیکال هم میزنم، اصلا کارت ویزیت کلا عوض شد، نخونید یه شکل دیگه شد. بعد عرض خدمتتون این دایره اینا چیه دیگه، اینا از کجا اومده؟ آها اینا به خاطر این چیز هست فکر کنم، خودم نمیدونم از کجا اومدید. عجیبه این دایره سیاهی از کجا اومده؟ این چیه واقعا؟ نمیدونم، خودم نمیدونم چی، واقعا نمیدونم از کجا اومده. حالا ولش کن زیاد مهم نیست. منظور میتونید خیلی راحت از یه طرحی که زدید میتونید هزار جور طرح در بیارید، همه اینا رو گفتیم بهتون. لایه های اضافه رو پاک میکنم. خب بخش بعدی آموزش، بذارید این رو ببندیم، این آموزش هم دیگه تموم شد رفت. بخش بعدی آموزش میخوایم به این دو تا کارت ویزیت بپردازیم. سعی کنم توی بخش بگم، بخش کنترل رنگا رو هم بهتون گفتم، نمیخوامش دیگه. توی بخش دیگه بعدی سعی میکنم هر سه تا کارت ویزیت رو سریعا یه توضیح بهتون بدم، و یا نمیدونم
شاید این کارت ویزیت و پشتش رو گفتم بعد یه بخش دیگه ایجاد کردم، نمیدونم، حالا ببینیم چی میشه. توکل به خدا، یه استراحت خیلی کوتاه میکنیم و بخش بعدی رو با هم دیگه داریم. خب قبل اینکه ادامه آموزش رو با هم دیگه دنبال کنیم، همینجوری که در صفحه مانیتورتون میبینید، میخوام درباره این شیرخوارگاه یه صحبت خیلی کوتاهی باهاتون داشته باشم. همونطور که میدونید آموزش های ما از اون اول که شروع شده تا همین الان و انشالله تا آینده رایگان بوده و هست و خود این آموزش رایگان یک به قولی کار یک وظیفه است در اصل، یک علاوه بر اینکه یک کار خیره یک وظیفه است. این که حالا به قولی میگن حضرت علی فرمودن که زکات علم ترویج اونه، نشر اونه، یا حالا به قول خودمون امروزی یا شیر کردن اونه، این یه وظیفه است، ولی خب در کنارش کار خیر هم هست. میخوام تو همین کار خیر یه کار خیر دیگر هم با هم بگنجونیم. این شیرخوارگاهی که میبینید واقع در شهر کرج، همینطور که میبینید در وبسایت خودمون هم ما آوردیمش، این هم URLشه، اصلا در داخل وبسایت ما اگه سرچ بکنید شیرخوارگاه امام علی، تو این قسمت سرچش بزنید شیرخوارگاه امام علی، واسطون پیج اختصاصی حمایت شیرخوارگاه رو میاره، که خب میبینید دکمه ورود به وبسایت رسمی شیرخوارگاه هم گذاشتیم. اینجا هم یه استیکری از طرح کارت ویزیتشون رو قرار دادیم که خب حالا شماره تماسشون رو میبینید در این قسمت، شماره حسابشون، شماره کارتشون، و اینکه خب این حساب به نام مؤسسه خیریه عرفان برتر البرز نزد بانک ملت، آدرسشون هم که همینطور که اینجا میبینید کرج میدان سپاه، بلوار علامه جعفری، پشت دبیرستان صدوقی، بلوار گلزار شهدا، جنب خود گلزار هست. حال این حمایت یعنی تبلیغ حمایتی از شیرخوارگاه داخل وبسایت ما، خود شیرخوارگاه هم یک وبسایت رسمی داره که شما اگه داخل سایت گوگل بزنید شیرخوارگاه امام علی، مطمئنن لینک اولی که میاد همین لینک هست که مختص خود شیرخوارگاه هست با این حالا ظاهر وبسایت در حال حاضر، حالا ممکنه بعدها عوض کنن، ولی شما همیشه در سایت گوگل که بزنید شیرخوارگاه امام علی مطمئنن اولین لینکی که میاد همین لینک هست و آدرس رسمی خود وبسایت. میتونید تماس بگیرید، اطلاعات تماس داره داخل وبسایتش، علاوه بر این ما خودمون هم اطلاعات تماسشون اینجا گذاشتیم، ولی خب صرفا جهت امنیت بیشتر و به قولی مطمئن تر بودن از طریق همون وبسایت خودشون تماس بگیرید با خودشون. میتونید اونایی که داخل شهر کرج هستن میتونن حضوری برن و شیرخوارگاه رو از نزدیک ببینن. این هم تصاویریه که باشگاه خبرنگاران موقع افتتاحیش از این شیرخوارگاه گرفته، دقیقا به همین شکل هست، کاملا رسمی، و عرض به خدمتتون که توسط خیرین هم ساخته شده، یعنی کلا شیرخوارگاه دولتی نیست و توسط خیرین ساخته شده و خیرین هم ادارش میکنن، هم حمایت مالی میشه چون از سمت دولت حمایت مالی فعلا ندارن. و عرض به خدمتتون که خب هر کی دوستش حضوری بره ببینه، هر کی هم که امکانش واسش نبود میتونه تماس بگیره و ازشون شماره حساب یا شماره کارتشون رو بخواد و به قول هر چقدر که دوست داشت بتونه به این شیرخوارگاه کمک کنه. یه کار خیلی خیر و کار خیلی بزرگی، انشالله که همتون بتونید این کار انجام بدید و همیشه سلامت باشید. خب بریم ادامه کارمون رو انجام بدیم. میخوام این کارت ویزیت و این کارت ویزیت رو خیلی سریع بهتون آموزشش رو بگم، چیز خاصی نداره. در رابطه با این کارت ویزیت ببینید، اینجا دوباره ما یک ریلیس کلیپینگ ماسک کار کردیم، میبینید، یعنی یک مستطیل گذاشتیم اونجا و این رو داخلش ریلیس کردیم. یه قسمت اینو داریم، اینو داریم، این چند قسمت رو داریم که میخوام الان خدمتتون بگم. برای درست کردن یک همچین چیزی، یعنی یک همچین شیپی داخل فتوشاپ وجود نداره. عرض به خدمتتون که شما همون
شیپ مستطیلتون رو میارید رسم میکنید. حالا من تو همین پروژه سریع بهتون یاد میدم. شیپ مستطیل رو که به این شکل کشیدید به وسیله امکان کنترل تی از اینجا قسمت اسکیو انتخاب میکنید، گزینه 1, 2, 3 و 4 رو این گزینه، و با استفاده از همین هندل های وسط نکنید، هم میتونید به این سمت، هم میتونید به این سمت، به این سمت، به هر سمتی که خودتون دوست دارید خیلی راحت میتونید این رو تغییر بدید و با هر زاویه‌ای که دلتون میخواد نکنید با همین زاویه. این به این شکل. خب پس ما این رو یاد گرفتیم که به چه طریق میتونیم این قسمت رو بذاریم. ابزار کنترل تی، امکان کنترل تی، حالا ابزار که نیست، گزینه های زیادی داره. نمیدونم تو آموزش قبل گفتم یا نه، ولی خیلی سریع به چند نکتهش اشاره میکنم. اسکیل که فقط مخصوص بزرگ و کوچک کردنه، هیچ کار دیگه ای نمیکنه، شما روتیت نمیتونید باش بکنید. فری ترانسفورم کلن دستتون رو باز میذاره، میبینید میتونید بچرخونید، میتونید کوچیک و بزرگش کنید، از گوشه ها، از هر طرف. روتیت فقط مخصوص چرخوندنه، دیگه کوچیک و بزرگ نمیکنه. دیستورت به این شکل میتونید هر کدوم از ضلعهاش رو نکنید، وقتی دیگه میگیرید اون از اون گوشه میگیرید دیگه بزرگش نمیکنه. خیلی راحت به صورت فری هند میتونید هر ضلعی رو که میخواید مدیریت کنید. پرسپکتیو نکنید، حالت از اونجا از اسمش معلومه قشنگ حالت پرسپکتیو رو واسهتون میگیره، یه گوشه رو که میگیرید حالت پرسپکتیو رو واسهتون به وجود میاره. و وارپ هم یک همچین حالتی رو بهش میده، یه حالت منحنی وار. حالا اگه این گرفته شد اینش نکنید، خیلی راحت میتونید باهاش هر کاری رو انجام بدید. دیگه گزینه خاصی نمیمونه. روتیت ها هست و فلیپ هوریزونتال و فلیپ ورتیکال که به صورت آینه‌ای جای اینو عوض می‌کنه. هوریزونتال به صورت آینه‌ای این ور اونور می‌کنه و به صورت آینه‌ای هم ورتیکال به صورت عمودی این کار رو انجام میده. یعنی به صورت عمودی بالا و پایین می‌کنه، این به صورت افقی این ور اونور می‌کنه. حالا خیلی به چشم نمیاد توی این شکل، ولی خب تو عکس و توی این لوگو، مثلا توی این لوگو قشنگ کامل می‌تونید ببینید که اینو هاشتاگ کنید. هوریزونتال این ور و اونور می‌کنه، ورتیکال بالا و پایین میکنه مرکز آینه. خب این دو قسمت، این قسمت فری ترانسفورم رو کامل بهتون گفتم، چیز خاصی دیگه نداره. این شکل هم یاد گرفتید چجوری ایجاد کنید. کلیپینگ ماسک هم قبلا بلد بودید، اینم شیپش عین همون بالایی است، فقط هوریزونتال ورتیکالش رو عوض کردیم. فقط میمونه این قسمت نکنید. اینجا هم ما چند شیپ مستطیلی فقط کار کردیم، نکنید یک مستطیل، دو تا شیپ مستطیلی، یک مستطیل رو گذاشتیم پشت، نکنید اون پشت گذاشتینش یه شیپ. بذارید من یه چند تا رو پاک کنم، این هاش سایه رو پاک کنم. این شیپ مستطیل اصلیمونه که پشت لایه این لایه، همین لایه‌ای که این توش ماسک شده، پشت این لایه مستطیل ساده گذاشتیم. این از این. حالا اومدیم یک مستطیل دیگر رو کشیدیم به این شکل، حالا با همون رنگ نارنجی فقط یه ذره روشن‌تر. نکنید قشنگ از این گوشه آوردیم، شروع کردیم تا مثلا این گوشه، بعد اومدیم این رو فقط با هم ابزار اسکیو نهاش بینش، بعد میایم با ابزار اسکیل نهاش. یه هر کاری که بخواید میتونید بکنید نهاش، همین راحت. خب فقط ترکیب رنگش با توسطون باشه که یه ذره روشن‌تر باشه، مثل این بشه نکنید، همون کار رو کردیم. خب و حالا میمونه سایه‌ای که اینجا گذاشتیم ما. این سایه نگاه کنید، سایه که گذاشتیم دقیقا همین لایه است. یه دوپلیکیت ازش با کنترل جی میگیریم و اون رو به لایه پایینی میرسونیم، یه لایه میبریم زیر، زیر همین لایه اصلی. رنگش رو میکنیم مشکی و به طریق از طریق اسکیو میامینه یه مقدار این ورتر میکنیم و از طریق اسکیل یه مقدار میاریمش پایین تر، همین راحتی. و از طریق گذاشتن یک لایه ماسک بر روی این که گفتم قبلا توضیح دادم، و از طریق چقدر از طریق گفتم، و از طریق چی بود اسمش، گرادینت میام و به همین راحتی این سایه رو مدیریتش میکنم. همین سادگی. اینم از سایهش.
این آیکونی که میبینید، آیکون تلفن، حالا من شماره تلفن‌هاشون اینجا بود، اینا رو برداشتم دیگه، شاید دوست نداشته باشن باشه. این آیکون هایی که میبینید به این شکل هم به صورت شیپ داخل اینترنت پیدا میشه، هم به صورت وکتور، هم به صورت آبجکت های مختلف، ای پی اس، نمیدونم، اینا کامل داخل اینترنت هست. میتونید بزنید که دانلود مثلا آیکون های تلفن همراه به صورت وکتور، دانلود آیکون های دانلود آیکون به صورت وکتور، دانلود آیکون های طراحی وبسایت به صورت وکتور، یه همچین چیزایی میتونید سرچ کنید. داخل سایت خودمون هم هست، داخل سایت های مشابه ایرانی و خارجی دیگه هم هست. اینجا هیچ قسمتی برای آموزش نموند، بریم سر این پروژه. اول از همه این QR کد، این QR کد، حالا من الان اینترنت هم اینجا نمیدونم چرا قطعه، مثلاً این هم از چیزای ویندوز 10 یه لحظه قطع میکنی، بعد یه باگاییه که واقعا داره. الان فکر کنم بس سیستم رو یا ریستارت کنم، چون مودم روشنه، مودم روشنه، من تبلت هم هم الان اینترنت ببینم داره یا نه. بله اینترنت کامل داره. و خب عرض به خدمتتون که خب حالا ولش کن، این سایتی هست به اسم goqr.me که حالا اگه یادم نره توی تدوین فیلم این لینک رو زیرش می نویسم، ولی اگه احیانا 1% یادم رفت توی تدوین نبود اینجا، چون اول آموزش ریکورد میشه بعد تدوین میشه، goqr هم اصلا کلا همش حروفه، goqr.me goqr.me.me سایتیه که این QR کد ها رو تولید میکنه، شما توش اطلاعاتتون مینویسید، QR کدش رو تولید میکنه و به صورت PNG و JPG بهتون میده، سیو میکنید و خیلی راحت میتونید بیارید داخل نرم افزار استفاده کنید، حتی میتونید به شادو بدید، مثل مال من این زیر شادو دادم بیاید، یا هر کار دیگه. این زیر هم که بهتون یاد دادم قبلا دو تا مستطیل، یه مستطیل یه رنگ، مستطیل هم یه رنگ، این مستطیل رو به صورت اسکیو کردم، چیز خاصی انجام ندادم. و اما فقط اینجا توی این عکس اگه دقت کنید هم اپاسیتی کم شده 45% از 100%، این 100%ش، و این هم فیلتری که ما روش گذاشتیم. بذارید فیلتر رو بردارم، فیلتر گاشن بلور بهش دادیم، میام از توی قسمت فیلترها، این عکس عکس عادیه از اینترنت پیدا شده، از تو قسمت فیلترها بلور گاشن بلور میزنم و حالا این 50 میکنمش 25، حالا هر اندازه که دلتون بخواد میتونید محویشو داشته باشید. بعد اینجا هم میکنمش 50%، یه حالت محوی، حالا محویش یه ذره زیاد شد، مثلا میتونید بکنیدش از 20% بکنیدش 10%. این هم از خاصیت های سمارت آبجکته که باعث میشه شما بتونید دوباره اون بلور رو ویرایش کنید. حواستون باشه، اینم بهتون بگم، بذارید من نگاه، این عکس به صورت عادی، حواستون باشه که روی هر عکسی رو داخل پروژه میارید بهتره تبدیلش بکنید به سمارت آبجکت که بعداً بتونید چند فیلتر رو روش اعمال کنید. اینم باز تو بخش سمارت آبجکت رو توضیح دادم قبلا، کلیک راست میکنید رو عکس و کانورت تو سمارت آبجکت رو میزنید، این عکس تبدیل میشه به یه سمارت آبجکت، هیچ تغییری تو ذاتش نمیکنه، ولی از این به بعد هر فیلتری که بهش بدید، ناکنید هر فیلتری مثل گاشن بلور بهش میدید، اینجا این زیر نمایش داده میشه، در حالی که اگه عکس باشه این فیلتر میره تو خوردش و دیگه اتفاق خاصی نمیفته، دیگه نمیتونید ویرایشش کنید. اینم پس بستم، کار خاصی نداره، پروژه رو بستم. و اما کارت ویزیت آخر، کارت ویزیت آخر هم تقریبا همه چیزاشو گفتم و میرسیم به یه جنبندی کلی. فقط یه سری خط و خطوط این پشت بک‌گراند من هست، اگه دقت کنید اینهاش تمام لایه ها خاموشه، لایه سفید، این لایه ها اضافه رو بدونم پاک کنم، شما علیکی ذهنتون درگیر نشه، من وقتی یه کارت ویزیت خودم طراحی میکنم 50 تا لایه خاموشش دارم، چون قبلا یه شکل دیگه بوده، اینقدر تغییرات میدم که. خب این گروپ ها میبینید، ببینید این گروپ وقتی پاک بشه پشت زمینه کار سفید سفیده، هیچ چیزی وجود نداره، این گروپ میاد این شکل رو بهش میده. این شکل یعنی چی؟ این چیه؟ یه سری مستطیل هستن
که با زاویه‌های مختلف، یعنی با کنترل تی چرخوندیم، یکی این ور یکی اون ور، و با رنگ‌های فکر می‌کنم همسان هستن اگه اشتباه نکنم. این 35 35 35 65، این نه رنگاشون فرق داره، می‌بینید این 40 40 40 60، بله هر کدوم یه رنگی داره. خب رنگا می‌بینید همه استاندارد، همشون هم مشکیشون بالاتر از بقیه است و اپاسیتی‌هاشون هم فرق می‌کنه. نگاه کنید اپاسیتی این 18%، اپاسیتی این 15%، اپاسیتی این 9%، اپاسیتی این 7%. حالا اینکه 7 و 8 و اینا زیاد مهم نیست، مهم اینه ببینید چه خروجی بهتون میده و اینا چون هر کدوم رنگشون با هم فرق میکنه باعث میشه یه ذره اپاسیتی‌هاشون رو بالا پایین می‌کنید. نگاه کنید ببین اون بالا یه رنگ می‌بینی داره تغییر خیلی قشنگی می‌کنه. می‌کنید داره هی پررنگ‌تر و کم‌رنگ‌تر میشه. حالا قشنگ یا زشتش کاری نداره. من اینجا هم فکر کنم داره لاینم زنگ می‌خوره، حالا نداره. خب می‌بینید این به این شکل. کاری الان اینو ندارم، اینو گفتم بهتون. میمونه این قسمت. این قسمت چی داره؟ ببینید این قسمت یه دونه این رو داریم، یه دونه این رو داریم و یه دونه درست این رو داریم. بذارید من عکس ها رو پاک کنم بعد با کنترل زد برمیگردیم. اینو بهتون بگم دیگه چیزی نمیمونه. نکنید یه همچی شکلی رو میکشیم. چجوری میکشیم؟ اینجوری میکشیم با ابزار پن. یه نقطه میذارم اینجا، شیفت رو نگه میدارم، نقطه صاف، یه نقطه کج بدون شیفت، یه نقطه صاف با شیفت، شیفت، شیفت و شیفت. خب پنجره پروپرتیز رو باز میکنم. چرا کنترل رنگش نمیاره؟ ولش کن از اینجا میاره. مثلا کلن اذیت میکنم. خب اینو یه رنگی بهش میدم، رنگ آبی. الان مثلا رنگ آبی الکی نمیدم، رنگ آبی هم یه توضیح بهتون بدم. آبی وقتی میخواید بدید سایانش باید 100 باشه. مجنتا هم مثلا دارم میگم 50% وقتی اضافه میکنید یه همچین آبی میگیرید. حالا من اونجا یه ذره فکر کنم بیشتر 70 داده بودم احتمالاً، یا حتی 80 این آبی رو گرفته بودم. خب حالا میام یکی دیگه از همین ایجاد میکنم، میندازمش لایه پایینی، رنگش رو سفید میکنم، یکی دیگه از همین ایجاد میکنم، دوباره میندازمش لایه پایینی و این دفعه این رو آبی میکنم به این شکل. این میشه شکل اون طرح من. میبینید حالا اون عکس ها رو، اون عکس هایی که الان بعد حالا کنترل زد بدم تا بیاد، اون عکس ها رو دونه دونه توی این لایه سفید کلیپینگ ماسک میکنم. سه تا دونه عکس میارم، یه دونه عکس اینجا، یه دونه عکس وسط، یه دونه عکس هم اینجا، هر کدوم دونه دونه توی این سفیدی کلیپینگ ماسک میکنم. کنترل زد میزنیم تا طرح اصلی بیاد. مرسی مرسی. ایناش نگاه کنید عکس رو ببینید. لایه آبی همین لایه روه، این لایه آبی هم لایه زیره، این لایه سفید هم لایه که کلیپینگ ماسک شده. نگاه کنید سه تا دونه عکس داخلش کلیپینگ ماسک شده، هیچ چیز خاصی نداره. فونت ها اونم دوباره اگه اشتباه نکنم فونت ام جی باید باشه. بله ام جی هست. اسمش هم کامان ریگولار. بله کامان ریگولار. این هم اسم فونته. فونت های انگلیسی هم که دیگه حالا انقدر زیادن که میتونید بگیرید و دانلود کنید. فونت انگلیسی مون هم ایمپکت ریگولاره، ایمپکت ریگولار اگه خواستید دانلود کنید از اینترنت. و عرض به خدمتتون چیز خاصی دیگه نمیمونه. آموزش رو کامل گفتم، انشالله که همه این نکته ها رو گرفته باشید. ببینید توی این آموزش اشاره کردیم یه مقدار به فیلترها، برای فیلتر پیکسلیت اشاره کردیم، کالر هافتوم، نمیدونم عرض به خدمتتون برای فیلتر بلور اشاره کردیم. خیلی فیلتر داره که شما دونه دونه میتونید تستش کنید روی سمارت آبجکت ها و روی عکس های ساده ببینید چه اتفاقی میفته. و اینکه این قسمت هم درباره ادجاستمنت لیر ها دو سه مدلش رو گفتیم. باز میتونید بگردید چنل میکس ببینید چه کاری میکنه. اینا بیشتر واسه پوسترها و عکس ها، عکس های سینمایی وقتی میخوان یه حالتی سردش کنن یه فیلترهایی بدن ازش استفاده میکنن. و گرادینت مپ داریم اینجا، سلکتیو کالر خیلی داریم. اینها رو در پروژه های مختلف کار میاد. حالا شاید خیلی هاش واسه کارت ویزیت استفاده نشه و خب شاید خیلی هاش هم بشه. و عرض به خدمتتون که یه چیزی که شاید تو کارت ویزیت نگفته باشم الان لازم باشه بهتون بگم، بریدن تصویره.
الان این خیلی لازم، الان یهو یادم اومد، بذارید اینم بهتون بگم. شما ممکنه واسه کارتیزتون بخواید از یه جای عکسی گیر بیارید از اینترنت، میخواید ببریدش و بدون زمینه اون رو بذارید داخل فتوشاپ. قفل لایه رو اول با دوبار کلیک باز میکنم. از اینجا چندین ابزار سلکشن ما داریم، اینها هست و اینها هم هست، ماجیک هست و کویک سلکشن. از هر کدومش بخواید میتونید استفاده کنید. برای اینجا ماجیک فکر میکنم جواب بده، البته اختلاف سفیدی اینجا داریم، ولی خب بذار ببینیم. عالی سلکت کرد، فقط میبینید با یک کلیک راحت گرفتش. حالا مثلا میتونید از ابزار لسو و پولیگونال لسو اینا استفاده کنید، اینجوری دونه دونه نقطه بذارید و این مدلی سلکت کنید. واسه بعضی از سلکشن ها به درد میخوره، ولی اینجا خیلی ساده یه دونه ابزار ماجیکو میزنم، فقط میمونه یه تیکه که خوب سلکت نکرده به خاطر اینکه سفیدی زیاد داره. همین ابزار لسو رو پولیگونال لسو رو انتخاب میکنم، شیفت رو میگیرم که به سلکشنم اضافه کنه، سلکشن جدیدی نسازه. یه نقطه که گذاشتم دیگه شیفت رو بر میکنم، میام تا اینجاها یه نقطه، میام تو، میام اینور و دو بار کلیک میبندمش. آخ ببخشید، اول باید ماوس خواهی میکنم، اول باید ایناش با این عصای جادویی که گرفتید سلکشنتون رو معکوس کنید. الان اومده سفیدی ها رو گرفته، ما میخوایم خود تبلت رو بگیریم علل حساب، یعنی فعلا میخوایم دور تبلت رو بگیریم، بعد دوباره برمیگردونیم با شیفت و کنترل آی سلکشن رو برعکس میکنید، یا با کلیک راست اینورس سلکشن، سلکت اینورس معکوس میکنه. حالا اون کاری که بهتون گفتم، شیفت رو پایین نگه میدارید، ای بابا آنهاش، شیفت رو پایین نگه میدارید، یه کلیک و میبندم. حالا میبینید کل تبلت رو گرفت. حالا اگه من دکمه دیلیت رو بزنم کل تبلت هم رو پاک میکنه. اینجا هم بازی یه مقدار بد سلکت کرده، اینجا هم با همون شیفتی که گفتم خب درستش کردم. حالا الان اگه دکمه دیلیت رو بزنم یا چیز کنم، دیلیت رو بزنم، نگاه کنید تبلت رو پاک میکنه. اگر از ماسک بخوام استفاده کنم، ماسک رو که بزنم دور تبلت رو خالی میکنه. حالا اگه خواستید از دیلیت استفاده کنید بعد دوباره اینورسش کنید، اینهاش اینورس سلکشن، سلکت اینورس و سفیدی رو پاک کنید. و اگر هم میخواستید از ماسک استفاده کنید که اصلا دیگه نیازی به اینورس کردن نیست، تبلت رو سلکت میکنید و ماسک رو میزنید و خود به خود دور تصویر رو واسه تون پاک میکنه. سعی کنید همیشه از ماسک استفاده کنید، سعی کنید همیشه از اسمارت آبجکت استفاده کنید، اینها رو در نظر داشته باشید. الان عکس شما خیلی راحت زمینش جدا شد، فکر نمیکنم دیگه واقعا چیزی از قلم افتاده باشه، انشالله که نیفتاده. باز من یه مقدار فکر میکنم، نه تقریبا بیشتر چیزا رو گفتم. مهمترین چیز در چاپ رنگ، حواستون به رنگ ها باشه. مهمترین چیزی که یادم رفت بهتون بگم، وقتی که شما زمینه کارتون مشکی هست میخواید روش فونت سفید کار کنید، یه نکته خیلی مهم چاپیه. فکر کنید زمینه مشکیتون زمینه کارتون مشکی، مشکی خود فتوشاپ هم هست، مشکی خود فتوشاپ مشکی خوبیه، میخواید روش فونت سفید کار کنید. ببینید وقتی دستگاه چاپ میاد اینو چاپ میکنه، دونه دونه رنگ ها رو میزنه، سایان، مجنتا، یلو، یعنی دستگاه میره هزار تا یلو چاپ میشه یه همچین حالتی. اگر هم دستگاه چهار رنگ که باشه، اول از دستگاه رنگ مثلا زرد میره تو، از سایان میره تو، مجنتا، یلو و بلک آخر سر. اگه دستگاه چهار رنگ باشه، اگه دستگاه تک رنگ باشه، هزار تا یک رنگ میاد بیرون، دوباره میذارنش تو دستگاه، هزار تا رنگ دوم، هزار تا رنگ سوم و هزار تا رنگ چهارم، یعنی اون دستگاه 4000 بار این رو میکشه تا یه کار چهار رنگ هزار عددی به شما بده. چهار رنگ هم که باشه دونه دونه از این چیزاش رد میشه، عرض به خدمتتون، و در نهایت کار چهار رنگ میاد بیرون. در هر صورت رنگ‌ها دونه دونه پاشیده میشن، یعنی اول رنگ مثلا سایان پاشیده میشه، بعد رنگ مجنتا، بعد رنگ یلو، بعد رنگ مشکی. خب اینها اگر یک مقدار هر کدوم بالا پایین داشته باشن، باعث میشه رنگ مشکی شما بیاد تو کار سفیدتون، مخصوصا اگه فونت سفیدتون ریز باشه، مثلا فونت سفیدتون این باشه. به طور مثال قطر فونت سفید شما مثلا 1 میلیمتره یا حتی 0.8 میلیمتره، این وقتی تو زمینه سیاه میره چاپ میشه، این 0.8 میلیمتر رنگ سیاه اصولا غالب میشه میاد داخلش و این 0.8 مثلا میشه 0.5 میلیمتر.
فوند شما خیلی ریز میشه. واسه اینکه تا حد امکان بتونید از این جلوگیری کنید، این قلقه چاپیه. اینو هر جایی نمیگن، اغلب توی تجربه به دستتون میاد. حالا من اینو میگم خدمتتون که ایشالله داشته باشید یه یادگاری از من. روی کلیک روی متنتون کلیک راست میکنید، استروک رو روش فعال میکنید. برای استروکتون یک پیکسل در نظر میگیرید و اون رو میذارید رو حالت آوتساید. یه لحظه بذارید اوپاسیتیش صفره، میگم خود چرا اصلا دیده نمیشه اینهاش. این رو میذارید روی یک پیکسل، خب، و رنگش رو فقط 100 بلک میذارید اینهاش، فقط 100 بلک میذارید، تموم شد. حالا خواستید یه پیکسل باشه، خواستید محسسی ها احتیاط 2 پیکسل باشه، ولی 2 پیکسل ممکنه یه مقدار تو چاپ احتمال داره به چشم بیاد، احتمالش هم خیلی ضعیفه به چشم بیاد، چون بالاخره رنگ مشکی رو اغلب دستگاه بالا میگیرن. ولی شما اگه روی 1 پیکسل تنظیم کنید خیلی بهتره. متن هایی که تو زمینه مشکی میزنید حتما یک استروک 100 تکرار، استروک 1 پیکسلی رنگ 100 بلک بهش بدید. همین، این باعث میشه کارتون تا حد خیلی زیادی بیمه بشه. یه موقعی دیگه هم هست شما میخواید رنگ متنتون رو توی زمینه سفید مشکی کار کنید، ایناش چه مشکلی داره؟ میخواید مشکی کار کنید، دو تا راه دارید، حالا یا تو زمینه سفید یا تو هر زمینه ای. تو زمینه سفید اگه کار میخواید بکنید ترجیحاً همون 100 بزنید، 100 بلک بزنید و تموم شد و رفت، هیچ مشکلی پیش نمیاد واسش. ولی روی بعضی از کارها یه مقدار کارتون رو بور میکنه 100 بلک، بهتر که شما مثلا مشکی 4 رنگ بدید، ولی نه این مشکی. به چه دلیل این مشکی رو ندید؟ به همون دلیل که گفتن دستگاه دونه دونه رنگا رو چاپ میکنه، اول مثلا زرد و میده سایان، حالا هر کدوم به ترتیب که میره جلو، سایان، مجنتا، یلو. مثلا مجنتا به خاطر اون زینکی که داره 0.01 میلیمتر یه ذره بالا پایین داره، اون یه ذره بالا پایین باعث میشه که رنگ شما وقتی از دستگاه چاپ میاد بیرون فونت شما دقیقاً اینجوری باشه. مثلا اگه رنگ زردتون بلنگه دقیقا این شکلی میاد بیرون، حالا یا این بالا یا پایینه یا چپه یا راست، یه رنگ زرد ازش میزنه بیرون ببخشید، یا یه رنگ آبی میزنه بیرون، یا یه رنگ سایه مد، یه دونه تک رنگ یه چیزی ازش میزنه بیرون اگه کار دقیق نباشه. خیلی وقتا هم نمیزنه بیرون، شما رنگ 4 رنگ میدید و هیچ مشکلی پیش نمیاد، ولی خیلی وقتا رنگ میزنه بیرون. حالا واسه این چی کار میتونیم بکنیم؟ یه پروژه من باز میکنم، همین پروژه ایناش، ببینید رنگ زرد توش داره، من میام این مشکیمو 100 بلک میدم. الان این رنگ همین دانشگاه ایتالیایی که نوشته جنوا فکر میکنم ایتالیایی که نوشته 100 بلکه، نگاه کنید من حتی موسمو میبرم اینجا، شما توی این پنجره اینفو این قسمت ببینید 100 بلک، هیچ رنگ دیگه نداره. این فونت رو از مود رنگی بیارید بذارید روی مالتیپلی، فقط دقت کنید کاملا نکنید مشکی از مشکی بور در اومد، میبینید شد مشکی 4 رنگ، ولی مشکی 4 رنگ چجوری نکنید؟ درست مشکی 3 رنگ شد، 100 تا مشکی داره، 100 تا یلو داره، 19 تا مجنتا داره، یعنی دقیقا رنگ زمینه شو داره. ببینید 100 19، میبینید زمینه ما 100 19، اینم 100 19، 100 تا هم بلک داره. این خیلی کار شما رو بیمه میکنه، از اون رنگ زرد بزنه بالا. حتی الان اینجا مثلا اگه حتی رنگ زرد هم 1 میلیمتر 2 میلیمتر حتی رنگ زرد بزنه بالا، هیچ وقت 2 میلیمتر نمیزنه، مثلا 0.2 میلیمتر 0.3 میلیمتر یه مقدار بزنه رنگ زرد بالا، چون همون رنگ زرد رو توی زمینه داریم به هیچ عنوان دیده نمیشه، کارتون خراب نمیشه. رنگ قرمز هم اگه بزنه بالا باز دیده نمیشه، برای همین کار شما بیمه میشه، میاد رنگ زمینه رو میگیره. حالا اگه رنگ زمینتون قرمز باشه میاد اون قرمز رو میگیره. هر جای اینو چک کنید با رنگ زمینه یکیه، نهانید 119 119. این دوتا نکته خیلی مهم بود، خیلی خیلی مهم بود، داشت یادم میرفت بهتون بگم. بذارید من تبلت همو نگاه کنم اینم چیزی جا نذاشتم. عرض به خدمتون، خب فکر نمی کنم چیز خاصی جا مونده باشه. خب فقط یک نکته رو بگم برای راحتی کار برای عزیز. یه چند وقتی میشه ما یه گروه تلگرامی رو انداختیم به اسم پرسش و پاسخ مرکز طراحی نوین،
شما این گروه الان یه تعدادی عضو داره، دوستان ایمیل ها ارسال شده واسه شون. شما دوستانی که عضو وبسایت نیستید و از یوتیوب یا آپارات دارید آموزش رو میبینید، یا از طریق وبسایت فرانش یا همون کاسنای سابق که من ازشون تشکر میکنم، یه نقش بسزایی داشتن در آموزش مجازی اینترنتی، از هر کدوم از این مجموعه های به قولی شیر ویدئو دارید نگاه میکنید، این رو در نظر داشته باشید که این گروه تلگرامی رو ما راه اندازی کردیم که داخل وبسایت هم گذاشتیمش. من لینکش رو هم واسهتون اینجا قرار میدم، حتی لینکش هم واسهتون قرار بدم زیاد به دردتون نمیخوره چون لینک بلند بالایی داره یک مقدار. شما هر کسی که دوست داشت داخل این گروه تلگرامی عضو بشه، کافیه فقط به ایمیل ما یه درخواست بفرسته که درخواست هم مبنی بر این باشه که من دوست دارم توی گروهتون عضو بشم، لطفاً لینک گروهتون رو واسه من بفرستید، که ما از این طریق لینک گروه واسه شون میفرستیم که هر کی که دوست داشت توی گروه تلگرامیمون بتونه عضو بشه. کانال تلگرامیمون هم که داخل سایت ذکر کردیم عرض به خدمتتون که اون هم از کانال تلگرامیمون مخصوص تخفیف‌های ویژه‌ایه که توی طراحی‌ها تو و توی فروشگاه قرار میدیم. اون هم اگه کسی دوست داشت از یه سری تخفیف‌های ویژه فروشگاهمون و ویژه طراحی و چاپمون برخوردار بشه، حتما توی این کانال عضو بشه، چون فعلا از طریق دیگه این تخفیف‌ها رو ارائه نمیدیم، آگاه سازی نمی‌کنیم، فقط از طریق خود کاناله. اونم یه ایمیل بزنید بگید که من دوست دارم آدرس کانال شما رو داشته باشم، اونم خدمتتون ارسال میشه. خیلی خوشحال شدم از اینکه در خدمتتون بودم. بازم مثل همیشه من پیمان صدوق از وبسایت طراحی نوین این آموزش رو هم مثل آموزش‌های دیگه خدا رو شکر تموم کردیم و بستیم. انشالله تا آموزش بعد همه شما رو عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم، به امید دیدار.